Gran dostan o salamını ve ihtiramını hırağla Spino Xabaru program ta bir aham da program Spino Xabaru program randiki dostan aziz aziz salam ve ihtiram hizmeti fard fard şu ar iki ra hayr makdam gufta albatta dostan girami ma bininda televizyon şebeki cahani Peyami Afgan dar her jastin temaniyetini ki banda ve karkunani تلویزیونی پیامی افغان را بپذیرید آنهایی که روزه دار هستند و این ما را در عبادات و ادا نمودن فریضه بسیار مبارک ماه مبارک رمضان به پیش میبرند تبریکات ماه مبارک رمضان عرض میشه و امیدوار هستم از فیضات ماه مبارک ماه عبادات پرهیزگاری و تسکیه فکری و جسمی بهرمند باشیم. دوستان عزیز میریم سراغ افغانستان و اخبار مهم حداقل در 24 ساعتی اخیر همی بود که گر کدام از او قابل تحلیل و تفسیر هست. خبر اول صدر اعظم هندوستان که البته در یک ماه اخیر بیشتر به افغانستان میخواهیم رسیدگی کنند از بندر چاب گرفته که قرار دادیم یعنی افغانستان، ایران و پاکستان هندوستان دستخط گردید و از دو طریق مال تجاری افغان به افغانستان وصل خواهد شد راهی عبور و مرور مواد وارداتی و صادراتی صورت خواهد گرفت و البته تحلیلگران عقیده به ای است که از دیپندنسی یا اتکا به بندر کراچی و پاکستان ما را رهانید و این طریق هم آسان است و هم از یک دشمن بسیار خطرناکی چون پاکستان که یک انگشت افگار و دگمه قرمز بود برای افغانستان افغانستان هم میتانست از طریق تهدید بداره رهایی یافت و هندوستان سهم خود داشت و پول گزافی در او راسته سرمایه گذاری گردید و هفته گذاشته دوستان عزیز بند سلما افتتاح گردید که در اونجا هم 300 میلیون دلار هندوستان سرمایه گذاری کرده که البته هم زمین افغانستان سیراب میشه و هم چنان برای منطقه جنوب غرب ما برق خواهد رسید یک حالت خرسندی و خوشحالی بود که البته ما هم خرسند شدم به این کاری که دو پدیده اقتصادی بسیار مهم صورت گرفته که البته از کارآورد بگویم یا کاربرد آقای یا دستاورد آقای اشرف غنی شمرده میشه که البته در هر دوی از دانش و فراست دکتر صاحب اشرف غنی به خرج رفته اگرچه بند سلما را تهدابی از او در وقت مرحوم سردار محمد داوود خان گذاشته شد چون بعد از او یعنی فضای بسیار تاریک بیامنیتی ها یا ناامنی ها در افغانستان هموار گردید در چهار دهه اخیر جنگ های چی با شوروی و چی جنگ های داخلی همه تصدی های اقتصادی را متوقف ساخت و از زمره بند سلما هم متوقف بود و حتی ماشین های زور طوری که گفتن زنگ زده بود بالاخره فعال میشه و یک نوید است برای مردم افغانستان که تهدا به یک کاری خیر و نیک گذاشته شد و انشالله به بهره برداری گذاشته خواهد شد و برق که البته خیراتی از ترکمنستان و اینوان به افغانستان وصل می گردید و غوغای را برپا کرد که از رای سالنگ رد نشه و نمی دانم از بامیان چورکان بالای برق هم شنیده شد و دیده شد اگر خود پروژه های داخلی در افغانستان یعنی به کار بیفته یعنی آب فراوان افغانستان داره و به دیگه کشورها سرازیر می شد ماهار شوه از بندهای آب افغانستان میشه افغانستان یک کشور بسیار مختصر و کوچک با نفوس البته 30 میلیون
آمار شده تعداد کثیری نیست. میشه به مراکز عمده افغانستان یا شهرهای عمده افغانستان حداقل برق برسه و فابریکه های تولیدی به کار بیفته. البته این نوید است، آغاز کار است و او در اونجا هندوستان سهم خود داشت. خبر تازه که آقای مودی صدر اعظم پاکستان در کانگریس امریکا البته مسئله ترور و تروریسم عنوان کردن و در اونجا لبیک گفته شد توسط کانگریس امریکا و در خور اهمیت بود و بسیار به شدت و عدت اونا ترور و تروریسم تقبیح کردن و حتی گفتن امریکا را که فشار اقتصادی و فشار سیاسی کفایت نمی کنه، کافی نیست، باید عملا مستقیما ما هم دست شویم و تروریسم ریشکن بسازیم از این منطقه و خصوصا کشورهایی که ترور و تروریسم اونا تقویه می داره و پرورش می ده در خانه ولانی خود، اونا را باید بایشان یک چلنج باشه و تا از او اکناف و از ریشه و از داخل ترور و تروریسم ریشکن گرده. خبر جالب بود، یقینا دوستان عزیز ایراد تحلیلگران البته ماهر میتونه عبادی از ایره که تأثیرات از او بالای جنگ های افغانستان چی خواهد بود. هر باری که هندوستان با افغانستان نزدیکی خود نشان داده در یک پروژه کمک کرده و بیشتر رسیدگی شده برای افغانستان از طرف هندوستان، جنگ ها در افغانستان بیشتر شعله‌ور گردیده و شما میدانین که رقابت پاکستان و هندوستان در منطقه شعله جنگ هر وقت فروزان داشته و چی مسئله کشمیر و چی افغانستان دو بود قضایای سیاست خارجی پاکستان تشکیل میده که البته در مسائل افغانستان در چهار دهه اخیر چی جنگ ها علیه شوروی و جنگ های داخلی و بالاخره ظهور طالبان و بعد از سقوط طالبان و حکومت موجوده در هر کدام از اونا در لولای سیاست پاکستان دست واضح و همکاری بسیار عمده غرب در منطقه بوده. صحبت آقای مودی در کنگرس امریکا بسیار لبیک گفته شد، مردم به پا خواستن و کف زدن. یعنی من نمیدونم، شاید کسایی که بیشتر سیاست مطالعه داشتن و دانش بیشتر دارن از امید معجون نامرکب بگویم یا نامتجانس میتون آدم برداشت کنه که سیاست به کدام طرف گرایش داره. و جالب بود این خبر فرزاد جان، اگر بشنویم بعدا خبر دیگه هم داریم برای از او هم صحبت خواهیم کرد. The Prime Minister of the Republic of India. سخنرانی نخست وزیر هند در نشست مشترک کنگرس امریکا با کف زدنها و به پای ایستادنها همراه شد. این مقام هندی درباره امنیت افغانستان نیز در اینجا گفته هایی داشت و هراس افغانی را بزرگترین چالش و تهدید برای افغانستان دانست. افغانس طبیعی است افغان ها قربانی های گذشته آمریکا را در کشورشان به خاطر داشتن یک زندگی بهتر درک می کنند، اما از همکاری های شما برای نگهداری آرامش و امنیت در آینده هم ستایش می شود. هند نیز برای پشتیبانی از دوستی من با مردم افغانستان همکاری و قربانی های فراوانی داده است. هدف ما ایجاد یک افغانستان با صلح و ثبات و خوشبخت است. به باور آقای مودی، تنها فشارهای استخباراتی و سیاسی برای سرکوب هراس افغانان بسنده نیستند. نیاز این است که همکاری های امنیتی من را افزایش دهیم. بر بنیاد این همکاری ها کسانی که به هراس افغانان پناه می دهند، از آنان پشتیبانی می کنند و به آنان کمک می کنند باید منزوی شوند. همچنان سیاست ما باید میان هراس افغانان خوب و بد فرق نگذارد و دین را از هراس افغانی جدا سازد.
اما گفته های نخست وزیر هند درباره افغانستان در کنگره آمریکا به چند اندازه می تواند که بر سیاست های پاکستان در برابر گروه های هراس افغان اثر بگذارد. این پیام ایره می رسانه که بر امریکا میگه که از سیاست دوگانه در قبال افغانستان و پاکستان باید خودداری بکنه و دقیقا مشخص بسازه که کی برحق است. بانک لشکر طیبه و گروه های هراس افغان دیگر به شمول گروه حقانی و طالبان در پاکستان پناهگاه دارند، اما نخست وزیر هند در اینجا از رقیب دیرینه‌اش پاکستان نامی نمی برد، اما از امریکا می خواهد که برای سرکوب این گروه های هراس افغان دست ها را یک جا بسازد و افغانستان و منطقه را از تهدیدهای هراس افغانان نجات دهد. بله، یقینا دوستان عزیز، از آقای مودی صدر اعظم هندوستان استقبال بسیار خوبی صورت گرفت و مردم به پا خیستند. کانگریس امریکا که قدرت مردم امریکا را تمثیل می دارم، از دونا لبیک گفتن و صحبت آقای مودی را مردم به پا خواستند در کانگریس امریکا و با کف زدن ها البته همراه بود. و جالب هم است که همونطور که یکی از تحلیلگران گفتن که امریکا را برای امریکا البته یک هشدار بود توسط هندوستان که از سیاست دوگانه دست به سر شود در رابطه با پاکستان و افغانستان و پاکستان در یک تجرید قرار بتن، مسئله استخباراتی و اقتصادی و یا فشارها کافی نیست. جالب است البته طوری که میگن سیاست او منطقی از جهان سیاله هست، هر هفته چیز نوی را آدم میشنوه و شما میدانیم که پاکستان در طول سالها از آغاز پیدایش پاکستان یا ظهور پاکستان باعث یک ستیت آزاد البته پیچ خورده با سیاست انگلیس و امریکا و غرب و همکار اونا در او ساحی از جهان شمرده میشه، خصوصا در مسائل افغانستان و تحولات چند دهه پاکستان سهم خود فعالانه داشته و با امریکا همکاری های تنگاتنگ داشتن، خصوصا در جهاد افغانستان در ظهور طالبان. همی خود ظهور طالب طوری که تحلیلگران تحلیل می داره و از اوضاع معلوم بیشه توسط پالیسی پاکستان و انگلیس و امریکا البته ظهور کرده. اگر او فریضه امو تیوری درست باشه، خب مولود البته ترور و تروریزم پاکستان است، امریکا است، انگلیس است، با دست خود اونا را روی کار آورد برای سرکوب نمودن قماندان سالارهای افغانستان تا افغانستان یک دست شود. در هر مرحله اینا با یکی همکاری و بعدا امور میکوبن و کسانی را که تخلف کنن از امیال از اونا و اهدافی از اونا در او بخش امتر بوده و سیاست استعمار و استثمار امتر است. دوست دائمی و دشمن دائمی در سیاست وجود نداره، امتر است که با کدام طرف سیاست خصوصا امریکا در رابطه با ارتباط ایالات متحده با پاکستان و خصوصا مسئله افغانستان تحول خواهد کرد باید خواهد دید. و خصوصا سرمایه گذاری های هندوستان و شعار مودی در کانگریس امریکا ضد پاکستان و یک هشدار برای امریکا تا پاکستان در یک تجرید قرار بده، آیا همه تو قیمت گزافی را که در طول سالها بالای پاکستان سرمایه گذاری شده و همکار نزدیک و یکی از اعضای بیرون از ناتو شمرده میشه، همکار قوای ائتلاف بوده، آیا با گفتار یک صدر اعظم که او هم چند سال بعدش موجود نباشه و یا پالیسی هندوستان پاکستان در تجرید قرار خواهد داد یا نه؟ خبر بعدی هم بسیار مهم است دوستان عزیز، بالای از او هم تبصره لازم است. آقای زلمه خلیلزاده که البته همه ما میشناسیم در یک و نیم دهی اخیر وقتی مسئله اشغال صورت گرفت، مسئله 9/11، آقای زلمه خلیلزاد سر زبان ها گردید و یکی از چهره های مهم سیاست یک و نیم دهی
اخیر بود. من باید دارم با آقای حفیظ کرزی، البته یک سلام علیکی دوستانه داریم، در وقت من یک رادیو داشتم و مصاحبه بسیار داغی با تحلیلگران و عاملین سیاست افغانستان می کردم. با آقای حفیظ کرزی تلفن زدم، گفتم اگر یک شخص مهم گیرت آمد که من برایش مصاحبه کنیم، ولی مهم خوب اگه حالی نبوده آیندی افغانستان به دست همین تو یک آدم رقم زده خواهد شد. گفتم کی است؟ گفت یک شخص است به نام زلمه خلیلزاد. گفتم ولی همین تو یک آدم هیچ ما نشنیدیم تا حال. گفت نه، او بسیار شخصی مهم است، هر وقت یک سفر میکنه او در رند کورپوریشن، او آدم بسیار رتبه بالا داره و جمله ریپابلیکن است. او را ما برات پیدا میکنم و آشنای ماست و دوست ماست و امرای از او آدم اگر مصاحبه کنی. وقتا ما چون سرشناس نبودن و معرفی نبودن تو با مصاحبه بسیار علاقه من نشدم، مگر باز هم با آقای خلیلزاد اولین مصاحبه که در مطبوعات البته سمی صورت گرفته فکر میکنم که با ما بوده در امو سالهای قبل از 11 سپتامبر 2001. با آقای خلیلزاد 3-4 مصاحبه رادیویی ما داشتیم پای هم و آقای حفیظ کرزی گفتن یک روز خواهد دیدی که بسیار یک شخص مهم سیاسی خواهد بود، بسیار معروف میشه. و ما او را البته زیاد جدی نگرفتم، مگر واقعیت هم رمی بود که وقتی مسئله باز یک ورق به نام اوراق سفید اونا تحریر داشته بودن به حکومت وقت، در وقت سپردن، وقت البته حکومت جورج دبلیو بوش، و در او تحریر شده بود که طالبا باید سرکوب شود، افغانستان نمیدانم اشغال افغانستان حتی در اونجا نقشه بندی شده بود و بسیار سر زبان ها شد و در مجلات افغانی و غیر افغانی بسیار بالای از تبصره ها صورت گرفت و او تحریر گردید. ما باید دارم بعد از اون مسئله 9/11 یک شخص بسیار مهم گردید و بنیاد حکومت موجودی، یعنی پیهم محمد کرزی و اشرف غنی را آقای خلیلزاد گذاشته در بن، و کسایی که از مسئله بن آگاه هستند اما رول کلیدی را لختر ابراهیمی و خصوصا آقای خلیلزاد داشتند. آقای خلیلزاد سفیر بر حال هم وقت امریکا در افغانستان بود و حتی مردم شکایت داشتند که یا آقای حامد کرزی که من رئیس جمهور هستم، مگر هر کسی غریزه پیش از او باشه و مثلا مهم باشه راستن میره به سفارت امریکا با آقای خلیلزاد صحبت میداره و ما اغماز میشم. یک جدل درونی تا وجود آمده بود و وقت هم همی بود که هم سفیر امریکا و هم رئیس جمهور افغانستان شمرده میشدن و مسئله بنا امو آدم پایگذاری کرد و آقای حامد کرزی اونا پیشنهاد کردن و اونا البته در امی حکومت آقای کرزی و انتخاب هم تو یک شخص رول عمده داشت. یعنی بدبختی افغانستان اگر قرار باشه مسئله بن افغانستان به می طرف کشانیده باشه و یک حالت ناهنجاری به وجود آمده باشه، آقای خلیلزاد رول بسیار بسزایی داشت در امو مسئله و با مشاور نزدیک امریکا و خصوصا آقای جورج دبلیو بوش بودن. و آقای خلیلزاد بر مدر مصاحبه گفت که بوش مرا بسیار دوست داره و مرا زل میگه، زل از ناز، زلمای خلیلزاد نمیگه، زل، یعنی حرفای مرا میشنه و یک شخص بسیار جدی هستن و از اونا تعریف و تمجید میکردن. مگر آمده ما اگر اوتور بوده میتونست آقای خلیلزاد در امو بن میتونست که پای حکومت بسیار سالم و خوب بر افغانستان نسخه میکردن و آقای آمری از اونا جورج دبلیو بوش هم حرفای خلیلزاد میشنیدن. مگر متاسفانه هم تهداب بسیار خام و بد و یک حکومت فاسد و حکیمیت یک چند نفر قطاع و طریق و دو زلندغر افغانستان به یک حساب گذاشته شد و خلیلزاد و حتی رای پادشاه سابق الحضرت ظاهرشاه را هم زدن و امی خلیلزاد در او رول داشت. و وقتی به مصاحبات آقای سیرت صاحب مراجعه کنین یک دل پرخون دار از دست خلیلزاد که چند اندازه نداره
و اونا میتونن بیشتر حقایق برملا بسازن. و بعد از او سفیر عراق گردیدن، وقتی از افغانستان ماموریتی از اونا ختم گردید و بالاخره نماینده ایالات متحده امریکا در ملل متحد بودن، یعنی پیوست رتبه های بسیار بالا را در حکومت امریکا اونا احراز کردن. مگر آمدیم بالای افغانستان، در افغانستان بسیار خام بازی کرد خلیلزاد و سخت افغانستان کوبید، بسیار مردم بد روی کار آورد و بالاخره شنیدیم که در این پروژه های اقتصادی و جاهایی که پول زیاد تا و بالا میشه خلیلزاد رول بسزا داشته، در مو پروژه ها دست داشته و میگه به بیلیون بیلیون دلار افغانستان به دست خلیلزاد افتاده و یک شخص بسیار عمده و مهم هستند. امروز دایی شیرین تر از مادر و فریاد میزنه و یک تحریری در رسانه های یا اخبار معتبر امریکا داشتن و اونا آقای خلیلزاد در اونجا گفتن که پاکستان باید بهترین وقت است که تجرید شون و لانه های ترور و تروریسم در پاکستان هست، سیاست دوگانی پاکستان و بالاخره امریکا سیاستش تغییر میکنه ضد پاکستان. اگر یک کسی عادی حرفا رو بزنه خب آدم میگه قرین به حقیقت نیست و یک شخص سر پلوان است گفته بازی ما. و اگر خلیلزاد که به این پختگی و در درون یا لابلای سیاست امریکا اونا رتبه ها و مقامات بالای حکومتی امریکا را احراز داشته بودن، اونا باید بیشتر وارد باشن با در مسائل افغانستان و یکی با کدام قیمت پاکستان اونا امریکا از دست بده و تجرید کنه و یک چیز کارآمدی بسیار خوبه در به دیوار با افغانستان و در جهاد افغانستان هم نتیجه مثبت برای زینا داده، در ظهور طالبان هم همکاری داشتن، در سقوط حکومت طالبان هم پاکستان همکاری از اینا بوده و در لابلای سیاست یک 16 سال اخیر هم پاکستان رول کلیدی را داشته. اگر تیوری جنگ و ای که جنگ شعله‌ور باشه و نارامی در افغانستان، خوب پاکستان خوب عمل کرده و برای از اینا و یک حساب موافقانه پالیسی امریکا را به پیش برده یا طالب فرستاده. داعش همیلی از اونجا و یک حساب آغاز شده در افغانستان و از رای بنادر پاکستان، البته از کشورهای عربی چنل میشه به افغانستان و همین خود ظهور داعش در البته جنوب شرقی افغانستان توسط پاکستان پایگذاری میشه و راه پیمایی شده و نقشه کشی و مهندسی از دور پاکستان به دوش داره، همه تو که در لابلای سیاست 35 سال اخیر افغانستان پاکستان دست داشتن. خلیلزاد البته بعضی صحبتهایی داشتن و در رسانه های امریکا و منعکس کردید. جالب است، خبر هم توجه بدارین، قابل تحلیل است و شما خواهش میکنم دوستان عزیز برای این مسائل اگر خواسته بودین تلفن بزنین و صحبت بدارین، ما خرسند میشم. علیزاد هدف قرار گرفتن ملا منصور را سوی نیروهای امریکایی نشانه از تغییر یافتن روابط امریکا با پاکستان میداند و میگوید که با این حمله باز و بی‌پرده واشنگتن پیام روشن فرستاد که اگر پاکستان سیاست پشتیبانیش را از طالبان تغییر ندهد، حمله های بیشتر از این دست انجام خواهند شد. دولت ملکی پاکستان بر نظامیش فشار وارد کرده، احزاب فعال در پاکستان تلاش دارند تا جنرال پاکستانی را قناعت بدهند که دیگر تروریسم به عنوان ابزار سیاسی استفاده نمیشه و باید با جهان همسو تروریسم را باید چی تروریسم خوب و بد را باید به صورت یکسان سرکوب کنیم. زلمه خلیلزاد در مقالهش که در واشنگتن پوست چاپ شده است میگوید که پاکستان به هدف سلطه‌جویی بر افغانستان از طالبان کار میگیرد. آقای خلیلزاد میافزاید که تاب‌آوری طالبان در درجه نخست نتیجه تصمیم راهبردی نظامیان و استخبارات پاکستان به پناه دادن به این گروه ها و پشتیبانی از این گروه هاست. مردم میفهمند، جهان میفهمید که مراکز اصلی تروریست‌ها در خاک پاکستان هست، ولی افغانستان با میدان مبارزه علیه تروریسم تبدیل ساختند. به عوض از اینکه لانه‌های تروریست‌ها در پاکستان از بین ببرند، هر روز مردم افغانستان باید به خاطر از اونا قربانی بدن. زلمه خلیلزاد در این مقالش تاکید ورزیده است که باراک اوباما از تصمیمش برای کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان باید دست بردارد تا هراس افغانان و پاکستان به هدف‌های شومشان نرسند.
جالب است گفتار خلیلزاد به تحلیل و تفسیر کرده تو اگه آدم عادی هم تو کرس کردیم یارفا را نزده و آقای خلیلزاد و همون گذاشته های بسیار مهمه در سیاست خصوصا امریکا شاید اونا از درون سیاست امریکا را بیشتر درک کرده میتونه نسبت به یک شخص عادی کشور ما یا تحلیلگرانی که البته با احساسات افغانی با مسائل برخورد میکنن همتون است. اگر اینطور باشه که پاکستان تجرید شوه و دیگه کار و معامله با پاکستان نداشته باشه، بیشتر رول هندوستان در قضایه افغانستان ترجیح داده شوه، خب باز گفتار آقای خلیلزاد کاری میفته و درست هم هست. همتون کشتن ملا منصور البته نشان دهنده از این است که پاکستان در یک تجرید قرار میده. اول خامیر شما ببینین دوستان عزیز گفتار آقای خلیلزاد، اگر پاکستان در تجرید قرار میته و یک نفر طالب کشتن اونا آمدن یک رهبر دیگه خود به حساب در یک هفته بیش نگذاشته بود اونا تعیین کردن و بعد از اون مسلسل در افغانستان آتش جنگ شعله‌ور گردید از شهرهای قندوز و بغلان گرفته که 200 نفر را بودن بسیاری را کشتن، قاضیان کابل در راه میدان وردگ شلیک کردن به قتل رساندن، در لوگر در ریاست استیناف و انفجارات بمب‌های متواتر روزنامه نگاران کشته شدن شلیک شدن، در مارجا اساکیر از اینا قلابند بودن. یعنی جنگ فروکش نکرد با ای که یک رهبر طالب کشته شد و خود رهبریت طالبان شما میبینید که صدها طالب در اونجا جمع شدن در یک محل در پاکستان زعامت خود تعیین کردن و رای گیری و رای دهی صورت گرفت. اگر پاکستان اینا متهم به این میسازه که لانه ها و محلات ترور و تروریسم در پاکستان هست و توسط طیارهای بی پیلوت یک طالب نشانه میگیرن و او را از بین میبرن، خوب محلات طالبان، تجمعات طالبان، رایگیری و انتخابات طالبان الان در پاکستان صورت میگیره. اینا چطور میشه که اگه آدم مجرد میتونه از فرسخ ها ببینه و از ایران آمده با پاسپورت ایرانی و او محترم در گرفت و یکی قوقی آتش شد از اونجا پاسپورت میبره که تاپی پاکستانی و که هندوستانی و که ایرانی همشه میبینن واضح است. ما تعجب مهمی است که خودی و آدم زغال گردید مگر پاسپورت از او صفاست رو هیچ گردن بالاش نفتاده. مسائل توطئه قدر عمیق است که اینا میخواین یکی را از بین ببره تا افکار مردم رو به یک طرف دیگه جلب بداره، در پهلوی از او یک کس دیگه را روی کار آوردن، انتخاب کردن. طالبان در امو پاکستانی که اینا طیاره بی پیلوت پرواز میتن امیال فعلا جلسات طالبان در اونجا صورت میگیره. اونا چرا نمیخواین؟ خب اگر مسئله باشه و تکنولوژی سو همه از اینا رو میدانن در کجا قرار دارن، در کجا جلساتی دارن، میتونن اونا رو نشانه بگیرن، یکی گروه حقانی رو نابود بسازه و طالبان. مگر اون طور نیست. حقیقت امر همی است که خلیلزاد هم یا ایسته که پالیسی چندگانی امریکا را میخواید تمثیل بداره که افکار مردم به یک طرف دیگه جلب شوه، بازی میکنه با افکار مردم افغانستان، و یا ای که زیر پرده پرده ها تاریک دیگه پرده های هست یا زیر کاسه نیم کاسه های هست که آقای خلیلزاد شاید بدانه که پاکستان در تجرید قرار بده و که با کشتن ملا منصور ایمانای زیره میته که تو خواهگه باشه بشاری در طول 15-16 سال تیارات یا هواپیمای بی پیلوت امریکا بشار محلات طالبا را از بین برده، دیگه ایمانای زیره میته که بخشن پاکستان در یک تجرید قرار گرفته. ارتباط پاکستان و امریکا شکست ناپذیر است و پیچ خورده به سیاست امریکا و از اونا استفاده می دارم. مگر اینکه موقتی در سیاست خم و پیچ داره و او چیده میشه، مهندسی میشه، تدبیر میشه، او مسئله دیگه است.
و سیاستدانای افغانستان هم شد بیباکانه و ساده لوحانه بگویم. وقتی پای تحلیل در این رابطه می نشینه چیزایی میگه که از لحاظ عقلی هیچ برابر نمیه که بابا همی حرف خود درست به عقلی ما برابر نامد. و اگر بود خود طولی از یک طرف طالبان را امین پاکستان متهم می سازن که حامی طالبان و لانه های طالب در پاکستان است و از طرف دیگی خود سرتاج عزیز وزیر خارجی از اونا در اینجا در کانگریس امریکا هم تو که مودی صحبت میکرد برای از او آدم هم بپا خیستن، اونا را استقبال کردن و از اونا تقدیر و تشویق کردن. معنای از او چی است؟ معنای از او ای است که یعنی هر دو را یعنی پالیسی چند جانبه داره امریکا در قضایه افغانستان و دمو کانگریس همی کانگریسمنایی که امروز برای آقای مودی بلند شدن و خیستن امو 615 است یا F-16 هم تیارات های تک امریکا با پاکستان سپرده شد، اپروولی از او را گرفتن از کانگریس امریکا و اگر اوتر بود خب پاکستان باید در تجرید قرار میدادن و امو وقتا مینا میدانستن و اگر امریکا یکقدر بیخبر باشه که در طولی 16 سال و فراتر از او در طولی 30 سال جنگ های داخلی و خارجی افغانستان قتل و قتال ها و پیچ خورده یا ندانه که پاکستان حامی ترور و تروریسم است، صدرای از اینا واقع میشه، علیه از اونا پالیسی دوگانه و شیطنت دارن. خب وقتی یک افغان درک کرده میتونه و نصرالله استانکزای واره یک آدم بیچاری که یک چند کتاب سیاسی رو بیشتر سیاست رو مطالعه نکرده، یک معلم چولر در فاکولته حقوق خواهد بود، او چیزایی میگه، حرفایی میگه که آدم ایران میمونه، که آدم شاید از سیاست آگاه نیست یا کسی برش میگه که طور بگو. به هر حال دوستان عزیز این بسیار جالب بود و یک خبر دیگه تکان دهنده و البته که قبلا هم شنیده بودیم که معارف خیالی ای بیشتر سر زبان ها قرار گرفته. معارف خیالی را آقای فاروق وردگ رواج ساخت و وقتی اونا گیر آمدن بالای امی که پول تخصیص آمده و معلم درک نداره، پول آمده مکتب درک نداره، پول رسیده تخصیصی شده از بیرون پولای خیراتی آمده شاگرد درک نداره، خیالی آمده سب که در اون منطقه در فلانی جای مکتب است، 100 تا معلم است، 2000 شاگرد است، پرتو پیسر کاکا جان و امریکا و ناتو هم ارسال داشته ای که ببینه که تو یک مکتبی هست تا که اما پولا حیف و میل گردید به نام معارف، به نام مکتب، به نام تعلیم افغانستان پول دزدیده شده. یعنی پول تعلیم اولاد افغانستان، معارف افغانستان در جیبای یک چند نفر دوز و دغل افتاد. در دفاع افغانستان، در قوای امنیتی افغانستان هم اساکر، قماندان، جنرال، پوسته ها، بیس های نظامی خیالی شما دارین. این بسیار جالب است. یعنی یکان بار یکی گفته بود که برای اعمال بعض انسان ها شیطان هم ایران میمونه که چطو عقل شیطان که نرسه یک آدم از شیطان فراتر فکر کنه در شیطنت، دروغ و نیرنگ. در افغانستان هم انواعی از فساد موجود است در قوای امنیتی و در دفاعی افغانستان که امروز افغانستان در جنگ می سوزه و اینا بلند میشن در برابر رسانه ها که از وطن دفاع میکنیم و ولاغ پاکستان بانیم، ولاغ طالب تارمار میسازیم، سنگ و خشت افغانستان رو به سینه میزنن و ما هم لبیک میگیم و بعضی ما تلفن میزنیم که از اردوی تان دفاع. حالی بعدل معلوم شده یک شخص به نام عبدالرحمن سرجنگ، نام خودم از کریم آنده تخلص خود، یا آقای سرجنگ با بروتای ششگزی خود سب و همه تو فیلم های ایندی واره بدماش سب چهره از یادم اگر شما در یوتیوب ببینین و هزارها
اسکار و نیروی امنیتی خیالی را پولش را گرفته در جیب خود زده و حال فهمیده شد که او اسکار نه درک داشته و نه قماندانی بوده و نه کدام پوستی اسکری در اونجا وجود داشته. ای کاکا پولا را در جیب خود زده صاحب به میلیون ها دلار و شما میدانید که اکثر پولهایی که از بیرون تخصیص میشه برای افغانستان 80% از او در مسائل امنیتی و دفاعی افغانستان تخصیص میشه و در اونجا پول بسیار زیاد تا و بالا میگرده و همین جدل و جنجال انتخاب وزیر دفاع میان عبدالله و اشرف غنی معنی بود که هر کی میخواست چون پول در اونجا زیاد سرازیر میشه هر کی میخواست که وزیر دفاع از قوماش خود از اونا باشه. شما توجه بودارین بسیار جالب است این خبر هم. هلمند آتشخانه جنگ در جنوب کشور. دیریست که هلمند در آتش جنگ می سوزد و تازگی از یک شمار بلند نیروهای پلیس خیالی در این ولایت جنگ زدن نیست پرده برداشته می شود. جریان عملیات اونا که ما تقاضی میکنیم بیش از 40% یا 50% پرسنل وجود نداشته. این مدت این 8 ماه 9 ماه اینا گرفته می شده به جوی عرشقا سفراد هم دخته می شود. ظاهراً این یافته ها کار 8 ماه پیش رو نشان می دهند. درست هنگامی که عبدالرحمن سرجنگ فرمانده پلیس هلمند بود. اتهامات که موجود است بر اساس دستور رئیس جمهور دوسیه در حال تکمیل شدن است و از فرمانده پیشین ولایت هلمند بازپرسی صورت خواهد گرفت. در این میان نگرانی های نیز وجود دارند که تجهیزات این شمار پلیس خیالی چه می شده است و آیا نبود این نیرها خطرناک بر هلمند نبوده است؟ په هلمند ولایت کې خیالي پولیس ډیر دي او نو میاستا په جدول کې ټول تجهیزات او مهمات او مرمۍ او هر څه شان راځي خو هغه کم څوک نسته. هغه در ځینو مافیاو د ځینو زورواکانو در منځ هغه ویشل کیږي. ساته کندنده بود توی جفا در حق مردم در حق نظام و در حق متباقی نیروهای امنیتی که در وظیفه انجام وظیفه میتن در ولایت هلمند جفا در حق از بود. هموکنون چندین ولسوالی هلمند به گونه کامل به دست طالبان است. این جنگجویان به دیگر بخشای هلمند نیز فعالیت‌هایشان را گسترش دادند. ممکن است یکی از عوامل شعله‌ور شدن جنگ ها در این ولایت کمبود نیروهای نظامی و خیالی بودن این نیروها بوده باشد. دوستان عزیز خوب بیان دفاع کنین حالا از اینو توی قماندان بگوین امیر تایید کنین. ما چرا بالا از اینا انتقاد میکنم؟ چرا از مردم افغانستان دفاع میدارم؟ علا که فلانی طالبیست، علا که فلانی چیست؟ همی دانتان واز گرفتین، همی عرفای بیمانای در رابطه با سرنوشت مردم افغانستان. اینا قرار است که از خاک خود دفاع بدارن. جیبای خود پر میکنن برای حکومت، برای قوای ناتو، دروغای شاخدار، اردوی 6000 نفری را تخصیصه بگی در حالی که طوری که یکی از دوستا دیروز تلفن زدن میگه 600 نفر هم در اونجا موجود نبود. در هر بخش یک حکومت فاسد شما دارین که هیچ کنترل بالای امور ندارن و همی چند نفر بدبخت بچه بیوار قرار دادن زیر دست قماندان عبدالرحمن خان سرجنگ که تخلص و صاحبی اسم عبدالرحمن بندی خداوند رحمان و سرجنگ یعنی سر یعنی قماندان اعلی جنگ افغانستان و از وطنتان دفاع میدار و ضد طالب می جنگ. همه علی میگن در امون هلمند اما ولسوالی ها به دست طالب ها افتاد. قربانی شما کمی مردم ما کسایی که بسیار سخت خوشباور هستیم و افکار ما را هم تو زهر و دروغ و نیرنگ تزریق کرده میره تحت تاثیر شعار چند صد شبکه تلویزیونی و رادیویی و کتبی قرار گرفتیم و اکثرا حرفا از دهن خلیلزاد هم میبره از دهنی در حالی که خلیلزاد بنیاد همه توی حکومت فاسد گذاشته هیچ تو میای بگه که لانی طالب در پاکستان است و پاکستان در یک تجرید قرار بگیره
همین خود خلیزاد ده اکسیا چا سر به طلاق پرتن در تجرید قرار بده. مایه فساد بدبختی های افغانستان، پایه بدبختی افغانستان همین خلیزاد گذاشت. و این آدم میاه امروز بالای سرنوشت افغانستان و سیاست بیمانا و عرفای بیمانا و چتی چبوله بیان میداره. پاکستان کیست؟ افغانستان کیست؟ در امو بون وقتی تهدا به امی حکومت گذاشته میشد امی حکومت پاکستان تایید کرد و خلیلزاد هم چک چک میکرد و خرسند بود. همکاری پاکستان در سقوط حکومت طالبا سخت مطالبه کردن و همی مشکل امروز ای که گوانتانامو پر شد، مردم قربانی شدن در طول جنگ های بعد از 11 سپتامبر، بم های مدهشی که در افغانستان ریختان در شد، افغانستان فضا و زمینی از او را زهر گرفت، نسل به نسل معیوب به دنیا خواهند آمد. هر کدامی از اونا را دوستان عزیز شما اگر پهلو به پهلو قرار بتین، یک کسی آتش در داده، یک کسی پالیسی را چیده، یک کسی بدبخت ساخته ای وطن، باید او جوابگو باشه با این مسائل که او خلیلزاد است و این کسای بالا رتبه، این کس دیگه چیچ حتی در اونجا چی نداشت، راه نداشت، کسی صدای خود بلند کرده نمیتانست. جورج دبلیو بوشه که دیوانه شده بود، او میگفت یا با ما باشین یا با تروریست هستین، اگر با ما نبودین، سر نجنباندین، پالیسی ما را، پالیسی اشغالی کشورها را تایید نکردین، هرچی ما گفتیم، سیاست نظم نوین جهان را نپذیرفتین، شما تروریست هستین. ما تروریست هستم، شما تروریست هستین، و تروریست هر کس حرف زد زد ما، او تروریست است. هیچ کس به گپ زدن نمیموند، اظهار نظر نمیگذاشت. مطلق یک دیکتاتوری مطلق توسط یک کشور دموکرات جهان حاکم گردید و همین آدم خلیلزاد وسیله شد که افغانستان به این بدبختی ها کشانیده شد. و امروز هم بالا سر شیشته با صد ناز و نعمت سیکیوریتی چوچو پوچش هم در بیرون در بهترین یونیورسیتی ها و همین پول هایی که از امریکا و دیگه سرازیر میشه، همون دامن های کلان خواهمی هست که در اونجا غیب میشه این پول ها. یکی از اونا همی آدم است. اگر نیه هیچ علاقه نه به افغانستان داره، نه به عشق یتیم داره، نه به بدبختی های افغانستان داره، وقتی از دل نبود هیچ باد میبره. وقتی کلرجی و ملا و مجاهد افغانستان غم افغانستان نداشته باشه، چون سیاف و که نمیدانم حکمتیار و که ربانی و که اینو آن، هر کدامی از اینا را کسایی که برای افغانستان حدیث میگه و آیت میگن، دیگه خلیلزاد برای یک آدم که او هیچ پروای نه خدا را داره و نه خورما را، برای از او به تفاوت است. وقتی از زبان از او صرف میبینه که پول در کجاست، منفعت شخصی و شخص در کجاست، او را زیاد ترجیح میده. یعنی اگر راستی صدای برحق مردم افغانستان شنیده میشد و مردم افغانستان صدا می داشت، فریاد مردم افغانستان گوشی می بود که بشنوه، و مسئولین عاملین بدبختی های افغانستان خواهی مردم است. اگر در هلمند آقای عبدالرحمن سرجنگ به هزارها نفر عسکر و ارتش خیالی داره و در وزارت معارف آقای فاروق وردک داره، در وزارت دفاع بسم الله خان از روغنیات و تجهیزات اردوی افغانستان در قراردادی ها دوز به پشتاره یکصد و چند میلیون دلار یک قلم به جیبش میفته، با این خواهی کسی همی توی حکومت به وجود آورده کی بوده؟ اگر راستی قاضی بود و محکمی بود، خو خلیلزاد باید این حرفا را پاسخ بتنی. مگر که دان آواز کو صاحب بالای ازی و ازو توجه مردم را به یک طرف دیگه جلب کو و خود در درون قبضه زده، هرچی در دستش میای و میدوزه و مینوشه و میخوره،
فیر نیست، عادلانه نیست. باید وزیر پوسکنده حرف بزنیم. دوستان عزیز، اگر میخواییم در رابطه با قضای افغانستان خود قاضی میسازیم و دلسوز میداریم. به هر حال دوستان عزیز، بالای همین مسائل صحبت میداریم. اگر میخواین صحبت کنین، تبصرهایی داشتین، تلفن بزنین، انشاءالله با هم تاتی نظر خواهیم کرد. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم جناب خطاب صاحب، چی حال دارید؟ بفرمایید، بفرمایید. میرم ما از لاس ویگاس زنگ میزنم، احمدی هستم. ما یک سوال داشتم بیدر چیز است. در مقابل این مشکلاتی که ما شما داریم، مثلا خلیصات بکرد یا جلبوش بکرد یا کرده چی کردن سال هم، یک رای باشه که مردم اونو رو تعقیب کنه. شما کدام نظری پیشتانه چطور شود؟ مشکل خو اول خو اینمی چیزایی که ما میگم امیر بشنوین، که اول یک کسی که درد خود نفهمه که در کجا است و درد خود تا درد نمیفهمین. نمیفهمین. اگه میفهمیدن برای ما یک نفر میگه که این اردوی افغانستان اهمی ماست، مدافع ماست، و خلیلزاد میگه بهترین سیاستدان ما است، و یه حرفایی که مال زده می نمی ره باید یک نفر خواهد اقل بدانه. وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما ایست که ما حقایق برملا بدانم. امی کار خود بشر صادقانه می کنم و ایره باعث یک ارزش بپذیر. نه یک مسئله قار نیست. حرفی ما رو گوش بیتین. اینمی چیزا رو خو بشری مردم نمیگه. آلی برین کل رسانه های افغانستان که خلیلزاد یک چک چک وا وا، خلیلزاد بشر حرفای خوب زد، پاکستان باید در تجرید قرار بگیره، دیگه کنه. هیچ کس با گذشته های خلیلزاد نرفته. اون اتاق هم که اونجا قنقرتک نشسته بود، همین حرفا از خلیلزاد نزد. مصاحبه ما را مقایسه کنیم که ما با خلیلزاد داشتیم. من میگم امی که پارا ما هم آه وقتی که حقایق دانستین، روزمره حقایق دانستین، ما میگم بیاین کلی افغانا رو ما دعوت میدارم. ای تنها ما کدام من سیاستدان دعوت میدارم، تاجر دعوت میدارم، تجربه کسایی که تجارب دارن از گذشته دعوت میدارم. بارها بالایشان صدا کردیم، برایشان گفتیم که او برادر، ما باعث یک نطاق، باعث یک گردانیندی یک تلویزیون، باعث یک وسیله در خدمت شما قرار دارم، و یک رسانی بسیار شفاف، پاک، وطن دوستانه را در خدمت شما قرار دادیم. این یک ارزش است. بیاین با ما همکار شوین، افکار سیاسی تانه بیاین همی کار کنیم، که دو جمله شما هم تشریف دارین، ما هم هستم، دیگه هم هست. اگر من کل کارا رو مکنم و یک کس دیگه نباشه که یک جنبش، یک راه، یک طریق رو روی کار، بعضی افغان ها را عقیده به این است که یک گردی همایی صورت بگیره، از اینجا یک حرکت صورت بگیره، باز به افغانستان بره. یعنی میره کی میکنه؟ این خب باید افغان کنه، و افغان کیست؟ تنها من افغان هستم، خوشما هم هستین، دیگه هم هستن. اینا همه با هم یک گیری رو درست کنه، از یک دریچه خیر، از یک دریچه تبلیغی پاک و سوترا که پیام افغان است و پیام خاص، نه پشتون است، نه تاجک است، نه ازبک است، افغان است. افغان عام است، در خطه افغانستان جنگ است، سرنوشت افغانستان بازی میشه، به او خاطر پیام هم پیام افغان است. بیاین در اینجا پیامتان برسون. من میگم که همین کار صورت بگیره، چرا نه؟ بهترین رایش همیست که یک تاریخ با وجود بیا، یک جنبش با وجود بیا. به چی میگه؟ با یک گل گلزار نمیشه. افغان و افغان با یک چیز بار نمیشه. میره میگم دیگه. به او خاطر عزیز جان، من خودت قربان شم، دوست دارم تا بسیار طولانی سالای قدیم میشناسو میتانه، و سالایی که من تازه از ده سال 78 آمدم شما همونجا بودین. دیگه بیاین، من میگم سرنوشت وطنتان است. اگر ما یک نفر من بسیار بسیار زیاد تشکر، با تلفن بزنیم گپ میزنیم. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. الو، بله، با گپ زدن نمیمانیم، کس تلفن کرد بگذارین گپ بزنم. زد، ما هم زدیم. شما ما گل نیستین، طالب هستین. خودت یک که یک طالب بام برای یک طالب ازدواج میکردی که گمت میکردم، تو میبردی تو رم تو چادریگک در جانت میکردم، زبانت کنترول میکردم. به هر حال ایوازه ایزی که بیان کشه او را خو ما را گفتم که برادر و از جانم سر آدم شریف و نجیب است و را میشناسم را شنید. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرم. چه
جناب خطاب صاحب با گپایت ما بسیار موافق هستم. من تا شما راستیم گفتی همشیری ما هیچ کس موقعی گپ زدن نمیدین. پسی تلفن خود مصرف میشه. اجازه بدین که گپ دل خود بگویه. و همچنان شما بسیار مطلعی زن بیوره میگین. خود تام سیمی جانم ما اگه تو فهمی زن بیوره بر ما تشریح کنید ما خاطر ما جمع شد زن بیوره چی داره که شما همیشه ده مثال های خراب همیشه زن بیوره نگفتی ما زن بیوره قابل تأثیر از برای ما بخونه نکه یه خود سیمی جان خانمت میگید قربانی چون زن بیوره ما نگفتیم ما گفتیم زن بیوه و بیوه زنی که در افغانستان حقشان تلف میشه اونا را گفتیم ما کدام چیز نگفتیم ما اگر مثال دادیم از زن بیوه از مرد بیوه ویدو ویدورز میگه به عیسی یک مثال آوردیم یک مثال دیگر براتون پخش کردیم ما ایتون نگفتیم که شما بیوه استین و شما بد استین هر کس خود دفاع باید نکن بله سلام علیکم سلام علیکم خطا سید بفرمان سید سلام علیکم در قسم از زندان شما بفرمان سید خیر و خیر زنده باشین سید خطاب سر من یک نظر داشتم که کاش که هر افغان هر فرد افغان به صفت تورست به دور دنیا بگرده حال شما از من سوال کنیم که چرا چراست؟ بخاطر از اینکه ببینیم ما بدترین مردم دنیا هستیم و هیچ کمال نداریم هیچ صفت نداریم با خدا آدم قدر متاثر میشه قدر مایوس میشه یکی به نام طالب یک نام گذاری یکی به نام خلق یکی به نام پرچم یکی به نام هیچ مملکت نامد همه حرفایی که میزنین واقعا از درد دل میگن شما حالا شما اگه طالب باشین خب یک طالب مثلا نیستین مثال میگم یک طالب با نکتایی با دریشی یک آدم دیسنس آمدین پیش تلویزیون شدین پیش یک نشریات جمعی کاش که همه طالب هم تو یک تلویزیون داشته باشن تو یک نکتایی داشته باشن تو یک برنامه داشته باشن گپ بزنن شما گپ میزنن عملا کس را با کلاشنکوف نمیزنه من نمیفهم مردم چی تکلیف دارن تکلیف مردم چی است کاش که همه بفهمن همی در دقل درک کنن همی خطاب سر طالب به امریکا شده درست یک تلویزیون یک برنامه داره مردم دعوت میکنه گپ میزنم نقطه و پاینت ها و دوزدی های طرف هم میگه بزرگ مردم جد میتکنه تو به این طرف چیز است حالا ما خارزوی من نیست که طالب ها بیاییم مثل خطاب صاحب شدن این خطاب صاحب رهبر طالب ها اگر شد با خدا افغانستان آباد میشه ما برای طالب ها رای نیست بر از این که ما حالا با کی بگویم اگر یک نفر بیچاره لحجه شمالی دارم از اون طرف کتل خیفانه است یک ذره کشالزار گپ میزنم بیچاره او رو میگن که تو من نفر مسئول هستی درست میگه اگه بیچاره یک وردکی از این طرف گپ میزنه میگه وردک کم عقل است وردک است که گپ زدن از این سکه تو حالا آدم با کی ایران است ما با کی رای بده اگه بگیم بیم با صدیقی رای بده میگه صدیقی تو یک دکتر تو سر چی با سیاست بیاده تو چی میفهم از تو که ما خوب میفهم خیلی با کی بیادر اگه دکاندار است سبزی فروش است سیاست مدار است اگه تبنگ فروش است از مکر سیاست خوب میفهمه اگه در یک مجلس چشتی در شکمش علف نیست چرا که بیستی داره علف پیدا نمیده اون سب مگه که ما از تو چی را میفهمی بیاد از قرابیشی ما از نرد پرسان کن نرد تو میخونه چند مشت میزنه که او بیاد از نرد پرسان کن که والا یخنه مپاره میکنه کل سیاست افغانستان ریالیتی شه گراون ریالیتی اونم کل گپای شه سه ببخش کلمه انگلیسی که حال مردم باز انتقاد نکنه امور جغرافی های نظامی و سیاسی و توپگرافی نظامی را در میدان مندازه سر که من میفهم کل گپا و بدارم تو خود افغانستان هم سبزی فروش بری قصاب بری تو را چی به می گپا بلی از خدا بازه یک آدم تحصیل داره درس خوانده یک چهار مکتب فاکولته و دو بیدر ما بسیار تشکر قربان شما از لطف خودت از محبتت خب از اجتماع افغانای ما از یک خواهر یک برادری من هم کم کاشتی بشار دارم شاید یکان بار کسی به گپ نبانم یکان بار بارم برای ما اوشدار بتینم او خواهره که ما آمد کسی به گپ نمیمانی ما اوتومات متوجه شدم که راستی شاید من کسی به گپ نمانم ولی از ایباد من میمانم کسی به گپ بله سلام علیکم بله سلام علیکم سلام علیکم خطاب صاحب گل بفرمایید تشکر از برنامه خوبتون خطاب صاحب فقط یک پیام ما برای میز خانما داشتم فقط این خانما میگم که شما فقط آشپزی کنن برای
رمضان یک افطاری آمادگی بگیرن دیگه در سیاست داخل نشن لطفا. چرا که ارزش سیاست خانم ها نداره؟ نه خب فقط آشپزی کنن آقای خطابزاد. نه نه زیادتر اینا بر از اینا عقشن زیادتر نه، خانم ها همین فقط آشپزی در خانه زندگی کنن، غن بچه ها و فامیل بخورن، بیرون هیچ وقت اینا حق ندارن که داخلت کنن. تشکر از بر بیرون و داخل. خو اگه بخوایی یا نخوایی بیادر امروز سرشانی امریکا ششتن هر طرف که دلشان شد پرواز میکنن، نان چرب و چقیت امریکا و اروپا رو میخورن. و مرد است یا زن برای ما به تفاوت است که به کی گفت که چی گفته او بسیار مهم است. این ما طبقه گذاری نمی کنم، ولی در می خانم ها همه اشخاص با تدبیر موجود هستن، هم اولاد مراقبت می کنن، هم آشپزی خوب هستن، هم مدبر خوبی هستن، یعنی تو ستون واره در پهلوی شوهر خود می استن، هم شخص کرکترش اگر یکی سور صد می سازن. همه تو مردم تو رو ضرور نیست، بعض زن از دست مردای خود تا دوبینی رسیدن. ما خوارکای خود احترام میگذارم، حق دارن، چرا نی؟ ما کتگورایز ننی سازم که زن چی گفت یا مرد یا فلانی چی گفت قوم و او درست نیست. بله سلام علیکم سه. بله سلام علیکم. السلام علیکم خطاب صاحب محترم. څنګه یې صاحب جوړی؟ په خیر یې صاحب. کوم دي تاسو سره دی خطاب صاحب؟ او تر اوسه خو خیر صاحب، تشکر ډیره مننه. الله شکر چې خیر خطاب صاحب. زه شخصا د مزار د ټولو خلکو نه معذرت غواړم. د چا له خلکو نه صاحب؟ د مزار د ټولو خلکو نه معذرت غواړم چې ما ورته وویل چې دا د مزار خلک بغیرت دي، د توخله والی په مقابل کې دی نه پورته کېږي. نن مې خبرونه واورېدل چې ټولو ولسوالیو په اصطلاح عهد و پیمانی ولی چې خپل حق د دو غاصب دولت نه خصوصا د توخله والی نه واخلي. په ولسوالیو کې شورشونه شروع شوي، بغاوتونه شروع شوي، اعتصابونه شروع کېږي. الهی شکر چې د افغان ملت نن هوښیار شوی چې خپل حق د غاصبانو نه واخلي. که دا غاصب غرد د ما ورور وي، که د ما تره وي، که د ما د کاکا زوی وي، که د ما قوم وي، که د ما وطندار وي، نن ورځ د افغان ملت د څلورو خوو نه پوچه کېږي، تر فشار لاندې نیول کېږي، په اصطلاح د دواړو خوو نه افغانان وژل کېږي. زه یاورې په فارسی باندې ویم چې مردم شریف مزار ما که گفتم شما غیرت ندارین که از دزدا حقتان بگیرین و امروز ما معذرت میخواییم. شما بیدار شدین، شما در اون سوالی ها با پای خود استاد شدین، مظاهره میکنین، اعتصابا میکنین. امیدوارم که این بسی و چار ولایت افغانستان انتقال پیدا کنه، مردم افغان حق خود از دزدا بخواید، دزدا را محاکمه کنین، پشت سر سگا یار جر کنین و در دشتا کشش کنین. السلام علیکم. و علیکم سلام. یک وقتی ما بیاد دارم در سالایی که در پوانتون بودم، یک بار در مزار شریف اونجا یک چند جریب زمین ما داشتیم سفر کرده بودم، در اونجا یک والی بود، والی صاحب که خداوند ایشان رحمت کنن، به نام محمد عالم نوابی. ای عالم نوابی به حد مشهور شده بودن و شهره بودن که هر یکی را میپرسیدین در رابطه با ایشان صحبت میکردن، البته به نیکی. میگه عالم نوابی میاد دوکان به دوکان میگرده که باش کس قیمت فروشی نکنه، متای مردم حتی برنج میگیره در دان خود میندازه، در یک رستوران میره داخل میشه که باش سرویس و پاکاری از او چطور است. شب روز سب تو 24 ساعت خود گزمه واری ساخته که این ولایت آرام باشه، این ولایت اقتلافی نشه، عدالت باشه. سب خود والی و همون یک ماشه که هر والی دیگه میگرفت یادم شباروزی کار میکرد. او به حد رسید که کلانای تاجرها را که مالیه نمیدادن اونا رو وقتی از یخنش گرفتن سر بیم یک چند تا متملق و مداح نزد داود خان شکایت کردن و آدم شب در میان از اونجا برطرف ساختن. یک روز در جاده میوان روان بودم، میبینم که آقای عالم نوابی بمره چوب دست پیش روی ما آمد. اون تو خاکپر یه تو نبود که او یک موتر داشته باشه و صاحب پول در جیبی از او افتاده باشه و صاحب بازی تعمیرات نصف مزار از او باشه.
همونجا خب ما زیاد متوجه نشدم چون به سیاست و حرفا بلد. آهسته آهسته وقتی این چیزای جدید و دوزادوزی و قطع تاریخی از این مردم رو میبینم و یادم میاد که عجب یک شخصی بود و آدم هم پاک نفس، هم کارکن، هم جزارم بازم او آدم دید به خاطر از این که از این وطن میخواست دفاع کنه برای مردم یک عدالت برقرار بساز. عجب دنیای است، مکافات کی میشه و مجازات کی میشه. امروز وقتی معرفا میباشین سب کمی که هست باز میریم سراغ اعلانات. بله سلام علیکم سب. سلام علیکم آقای خطاب، چطور هستین؟ شما خوب هستین سب؟ خیر و خیر دید. تشکر، شما خوب هستین؟ مهربان میبخشین. شما یک آدم بسیار محترم، یگان کسا یگان گپه میزنه که طالب هستین و ای گپه. من تا طالب، شما طالب سلح هستین، شما طالب دین هستین، شما راهنمای مردم هستین. تشکر. و در زمان شما مردم آگاهی میدین. من تا نفر دیگر برادر نمیگم، یک مرد احمق میگم، از خاطر که اونا گفتن که زنا باید دیگ برشان پخته کنن، زنا باید بخانه باشن، زنا باید اطفال. اما میفهمین که زن با یک دست گواره را شور میتن، با دست دیگه خود دنیا را. اگر زن خوب باشه مرد خودم برای خوب میبره. آفرین آفرین. بله اما اگر مثل خودشوری امو زنش هم نادان باشه و زن بیچاره خدا از استادی چیال داره. اینقدر مردم ما شما مچم در چی خواب و در چی خیال هستن نمیفهم. من قرن 21 هست دو خیر هست، اما اینا بازم به امو بدویت و امو چی هستن. مصدری از اینا ایچ وقت چی نمیشه. من دوست میخورم به آل اقسم مردا. بله بله. به حال قسم مردا. بله. خودم یک زن هستم، اما همیشه اولاد خودم تربیه کردیم. همیل دختر مستری داره. شوهر خودم سپورت کردیم. خانه رو سپورت کردیم. بیرونم کارم کردیم در افغانستان. آفرین آفرین، خدا شما رو خیر بترستیم. اما مغز مسلمان هستم شکر الحمدلله. مفکوری بسیار عالی دارم، نه مفکوری وابیت. بله بله. نه خو اطور است که خود دین اسلام چوکاتش رو بخوانین، مطالعه کنین. زن در اجتماع مسلمان بسیار قدر میشه، عزت میشه، مردم های بسیار خوبی هستن در اونجا. رجحان نداره که مرد مقام عالی داره. یک سوره مطلق کلام، سوره النساء رو شما سوره زن صاحب مراجعه کنین، با اسم زن یک سوره از طرف خداوند لایزال نازل شده بالای پیغمبر برحق. اولین شهید از زنها انتخاب شده. عایشه زن بود، فاطمه زن بود، این حرفا کلگی سب. مریم که سب عیسی روح الله زایده از او باکره. از این چی بهتر میخواین؟ کدام مرد میتونه سب امسری کنه با همین خانم های بسیار شهیر؟ ما میره میگم زن و مرد نداره. بعضی زن ها متاسفانه احساساتی میشن و قهر میشن، جایی که سهم خدا داشته باشه برای برادرهای خود نصیحت کنن که ای طالبی سوکی و گلبدینی سوکی و شورای نظاری سوکی، پرچمی سوکی، خلقی. او رو مردم میگه، زنم میگه. بتو نیست که تنها مختص است به افکار زن. زن آشپز خوب باشه، امروز مرد آشپز های بسیار خوبی هستند در دنیا. شما برین بهترین ولف گنگ یکی از آشپز نمیدانم ایتالیایی یا فرانسوی سو آدم در جهان معروف است. بسیاری رستوران ها رو به نام از او عنوان میکنن که شف از او شاگرد ولف گنگ بود. باز مردم به اون جزیات میرن چون میگه نان بسیار خوب داره. هم بهترین آشپزها از مردا بودن. مردم باید آشپزی کنه. ولی من کتاب از زمین آقای کوگدای دارم، بسیار کوشش میکنم اگه من آشپزی بتونم. مگر ظرفشویی بسیار خوب میکنم، اونو بپرسین. در خانه من ظرف بسیار خوب هم، کل ظرفها رو من کوشش میکنم که بشویم. هم غمای من در اونجا رفع میشه در ظرفشویی. اگر یک کار آدم نتانست، باز باید همکاری خوب خوب از زن باشه. اگر آشپزی را زن خوب کرد، خوب از مرد خوب از ظرفشویی را خوب کنه.
میز خوب بیچینه یا آب به دست یک کسی دیگه بده. وقتی که خانم غذا میخوره و اولاد کمکی شبرک بده نگاه کنه تو یک چیغ میزنه و شتکای خورد. من خودم در خانه دارم، مادر بیچاره دم دانش نان انداخته میره، خودش نان خورده نمیتونه. مردم کاری کنه که هم خانم هم یک چیزی. این عمومی عرض میدارم. ولا آشپزی کنه و با نان ما بخوریم، بالا سرم بیشینیم، ظرفارم هم بشویم، زحمت هم بکشه. و صدای خودم نکشه. لطوکوب هم شوه. اجتماع سنتی خلاف دین است. درست نیست. به هر حال برمیگردیم دوستان عزیز وقت اعلانات ماست. جدیدترین قلم الکترونیک جهت تلاوت و ترجمه قرآن عظیم الشأن. تلاوت قرآن شریف با صدای اساتیدی چون الافاسی، السدیس، العجمی، القامدی، المنشاوی، زکی داغستانی، محمد ایوب و شیخ المنشاوی به همراه اطفال. ترجمه 30 پاره قرآن شریف به 18 زبان از جمله انگلیسی، دری، پشتو، فارسی، روسی، آلمانی، اردو، فرانسوی، ترکی، ازبکی و کردی. برای شنیدن تلاوت قرآن عظیم الشأن با صدای قاری مورد علاقه خود کافی است قلم را روی نام قاری مورد علاقه خود بگذارید و پس از آن آیه یا سوره مورد نظر را انتخاب کنید. به آیه مورد نظر با تلاوت قاری منتخب خود گوش بدهید و ترجمه آن را به هر زبان که می‌خواهید بشنوید. قلم جدید الکترونیک با قابلیت تلاوت و ترجمه قرآن شریف و توانایی ضبط صدا. توجه داشته باشید این قلم تنها نوع قلم الکترونیک خواندن قرآن عظیم الشأن است که می‌تواند صدای شما را نیز ضبط کند. تلفن سفارش 818-884-7018. شرکت عمده و پرچون فروشی ابراهیم نظام بیل شتراسه 197 شهر آمبور. وارد کننده بهترین برنج های بسمتی و سیله تولید ان به نام های منجو، نظام، چتنی، هنا، خالد، صلاح و تانزن. با کیفیت اعلی، معطر، با دانه های بلند، مطابق سلیقه آشپزخانه های افغانی و ایرانی در خدمت شماست. همچنان شرکت IPN بهترین مصالحات هندی را از شرکت TRS لندن مستقیما وارد نموده و به دست شما مشتریان عزیز قرار می دهد. اضافه بر آن چای سبز و سیاه اعلای نظام را از این شرکت به دست دارید. سفارش ها از 70 کیلوگرم تا 50 کیلومتر و از 500 کیلوگرم تا 200 کیلومتر انتقال رایگان صورت می گیرد. شرکت IPN عمده و پرچون فروشی ابراهیم نظام بیل شتراسه 197 شهر آمبور در خدمت شماست. خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قلب سوتال شهر لندن است با سابقه ساله از شما پذیرایی میکنم. بر علاوه محافل عروسی شما میتوانید هر نوع محفل خوشی فش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید و عنقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون نیز خواهید بود. آدرس
سالون عروسی کابل، ساوت هال شهر لندن. نمبر تلفن 0285743018 و 0735352597. با نوشیدن یک پیاله چای الکریم، بهترین چای با عطر افزون کننده و طعم آرام بخش، روزتان را آغاز نمایید. چای الکریم در بهترین منطقه ای که 2000 متر از سطح بحر بلند است کشت می شود. برنج الکریم، برنج عمران، برنج القصر الکریم، برترین برنج ها با طعم فراموش ناشدنی و عطر خوشایند از صادرات کشورهای هندوستان و پاکستان. برنج های دوست داشتنی خانواده های افغان و ایرانی. این برنج ها را به طور عمده و پرچون از شرکت تجارتی الکریم در شهر هامبورگ و خوراک فروشی های افغانی در اروپا، امریکا، کانادا و امارات متحده عربی به دست بیاورید. برای معلومات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 0049 40 38 63 43 60 وارد تماس گردید. موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالن، میزها و چوکی های مدرن تاخوری را با قیمت های ارزان تقدیم می دهند. همچنان بهترین مبل ایتالیایی، اتاق خواب بزرگسالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان، اضافه از 200 نوشید های ظریف کریستال، میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می دهند و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبل فروشی پلازا با قیمت های کاملا اقتصادی تهیه دارند. آدرس موبل پلازا، همبرگر اشتراسه، شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی. فقط ممتاز نظریان باشه. سید سرخانم و عزت میمانم و برنج ممتاز بود باشه نوشه جانم، برنج ممتاز به به غذای مایه، برنج ممتاز به به مثل خلایه، برنج ممتاز به به غذای مایه، برنج ممتاز به به مثل طلایه، برنج ممتاز نظریان چه لذیذه، به نزد جمله خانواده ها عزیزه، برنج ممتاز به به شور و نواله، برنج ممتاز به به انیس مایه، برنج ممتاز نظریان چه لذیذه، آشپز هم عزیزه، آشپز هم عزیزه. بازار ممتاز نظریان، انواع خوراک کباب ایرانی و افغانی و انواع میوه‌جات خشک افغانی در شهر آمبورگ. آدرس: ونسپیکر شوسه 98، نمبر تلفن 0429884933 و 0176 82 08 96 5.
دوستان عزیز، عرض سلام و احترام خدمت شما هستیم. باز هم بالای اوضاع جری افغانستان صحبت می داریم. جای خبر دیگه هم دیده شد و او که حقانی نتورک فسیلیتیتر کیلد ان پکتیا درون استرایکس. البته در پکتیا یکی از همکاران گروه حقانی توسط طیاره یا تیاره بی پیلوت امریکا کشته شده، از بین رفته. جالب است وقتی یک فکر متجسس همه تو اخبار میشنوه، خب فکر انسان متجسس میشه. یا ایسته که آدم گوسفند باری کورکورانه عقب این و آن بره که افغانستان از او زیاد داره، فکر ازبی داشته باشه و صحبت چیز که هرکس گفت همه درست است، او علایده است. مگر یکی آدم فکر کنه که خب در افغانستان یکی از یارو شما پیدا میکنین، نشانه میگیرین، از بین میبرین، در پاکستان هم دستی آزاد دارین، هر جای بمبارد کردین، هر کس شلیک کردین، خب برین امور درون ریشه از رو از بین ببرین، پاکستان از یخن بگیرین. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام. خطاب صاحب، پس سلامون اتاتا و پیام افغان گرانو لدونکو تا سلامون تقدیم و علیکم سلام میربانیت. بعد از تقدیم سلام برادر محترم و جواب از این همشهره محترم باید بگیم که طالب ها در مقابل غالگران بینالمللی می جنگند، از بیرق و از غلامی تا حد مرگ می جنگند. کسانی که از بیرق فروشان غلامان حلقه به گوش امریکا دفاع می کنند، تمام مردم افغانستان، اصیل افغانستان از اونها نفرت دارند. به خدای پامان نور وقت بینه نیستم. دیر مننه. یک داستان ما دیروز مطالعه می کردم، داستان های انتباهی بشار، یعنی می رسانه، یک موضوع را تحلیل می داره، حتی یک تصویر از وقایع یک کشور، از سیاست یک کشور می تانه برتان بیان بداره. میگه در یک وقتی یک شخص متقی و پرهیزگار و مبلغ و اینا بسیار شهره بودن، یک چند نفر نزدی از اینا آمد نشسته بودن تبلیغ میکرد، گفت اینجا برای مردم تبلیغ میکنی و بیادر و عالم صاحب برو در اونجا یک درخت پیدا شده و صاحب مردم جوقه جوقه میره و درخت برای درخت سجده میکنه، برو بیادرم و درخت از بین ببر که مردم سجده میکنه. این صاحب برای شفته شد و صاحب رفت و تبره ورداشت که برو این درخت از بیخ و بنچک گفتی بعضی بکنه و از بین ببره، و در سر راه یک آدم علیل و پیر و باسا چوب جلوش برابر شد، گفت کجا میری پدر؟ گفت والا من میرم اینجا، مردم خدا را الا داده و درخت سجده میکنم، میخوام این درخت از بین ببرم که دیگه مردم به این درخت سجده نکنه. در دین اسلام گفته که بت و بت پرستی حرام و سویر از بین ببرین و جهاد است. و یک عالم یه آدمی ری سفید برش گفت برای پشت این میگه پانگرد بیادر این درخت چی حال چپا میکنی؟ این درخت اگه زدی باز مردم میره یک درخت دیگر سجده میکنه. گفت نه ما میروم و صاحب او ممانعت میکرد و صاحب غالمغال و بالاخره با این مرد طرف شد و صاحب مشتیخند شدن و دعوای از اینا خیست که تو هم خیلی درخت سجده میکنی و صاحب بزن و بکن. صاحب یه آدم پیر مرد زیر پای خود انداخت و بالای شکمی از او به سینی از او نشست و تهدید کرد که میکشو میتو. او گفت خیلی مرا نکش، من یک آدم ری سفید هستم، تو کو پشت این درختم بازم نگرد، منتا من هر صبح زیر بالشت خودت یک دانه طلا را میگذارم تا که زنده استی اون اعصاب تو آرام و پشت این درخت ها نگرد، اون طلا را بگی و خوب پولدار میشی. این مولا که نام طلا را شنید و یه عالم دین و یه متقی، از سر سینی از یه آقا پیرمرد بلند شد، گفت خب هر روز برای من طلا میمونه زیر بالشت من. گفت هر روز زیر بالشت من طلا میمونم برای باز برو بیبی. و راستی آدم آمد و شب خوابید و صبح بالشت بلند میکنه، بالشت میبینه که یک طلا همه تو خوب یک پرخچه طلا افتاده، او را میگیره و صاحب میبره میفروشه در بازار و خوب پول میشه. فردای از او باز بالشت بلند میکنه، باز میبینه که طلا افتاده، بسیار خوش میشه که ولی عجب کار کردم. و بالاخره روز سوم از خواب بیدار میشه، میبینه که نه طلایی است و نه جواهری،
در اینجا باز برای شفته میشه و تبرم میورداره و میره که می درخت از بین میبرم. در این دمی را باز هم آدمی ری سفید جلوش برابر میشه، میگه کجا میری؟ میگه من میرم هم درخت و لاغ بانم و سب ریشکن میسازم و یرفا و سب با هم در پرخاش قرار میگیرن و سب دعوا و میخوای میرم درخت مردم سجده میکنه از بین میبرم، ری سفید میگه که نه نکو غرز نگی و اینا با هم دعوای از اینا میشه. در اینجا وقتی با هم میچسبن و تن به تن، امی آدمی ری سفید علیلی که را رفته نمیتونه به زور عصای دست را میره، امی آدم قوی عظیم و جسر بلند میکنه و زیر زانوی خود قرار میته و میگه علی خودت من میخوایم شکمت پاره کن با امی تبر. این تعجب میکنه که آدمی ری سفید با این سن کهن و ضعف مرا یک آدم عظیم الجسر گرفت زیر پای خود قرار داد. گفت تو کی هستی قدر قوت پیدا کردی؟ گفت ما شیطان هستم. من همون آدم هستم که یک بار دیگه به امره من سر سینه من نشستی. گفت این قوت برات کی داد؟ گفت تو وقت تو برای خدا میرفتی درخت از بین میبردی، عالی تبره که ورداشتی از خاطر از اینکه بیش از دو طلا ما برات وعده کرده بودم، طلا برات نرسید از زور و قهر از اینکه چرا دیگه طلا نامد؟ از خاطر دنیا و طلا و جواهرات تو میدوی درخت میزنی. از او خاطر ما بالای زور شدم. امروز دوستان عزیز در افغانستان، اگر شما تصور میکنین که مردم به خاطر درخت میره که مردم سجده میکنه یا لحاظی که مردم افغانستان بدبخت میشه از وطن دفاع میکنه، نمیکنه. همین کلش پول و دلار امریکاست و قماندانم میدوزده، مولام میدوزده، خلیلزادم میدوزده، وزارت دفاع میدوزده، وزارت معرفم میدوزده، هر یکی تبر پیشش است که درخت قطع میکنه و تحت عنوان خدمت سب دوزادوزی چالان است. بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات برادر. و علیکم سلام و رحمت الله و برکات. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیزتان. وعلیکم سلام. برادر خطاب، اگر بخاطر داشته باشین در وقت روسا، همه روسا تعدادشان البته از دو لک زیاد بود و همچنان یک تعداد وطن فروشایی که در او وقت بودن مثل پرچمی ها و خلقی ها و دیگه و در پولیش وقت قوه مسلح می گفتن و پولیس سارندوی می گفتن و در پولیش دیگه خاد و امنیت و در زمنش سپاه انقلاب و یک تعداد سیاسرا که در سپاه انقلاب بود که در وقت پیره می گفتن علا دریش، اینی ها همه گیشان با وصف همه قدر کنه با قلب پاک با دل پاک می رفتن و نشروس شکست دادن، کلگیش رفت پشت کار خود و شکست خوردن. و امروز هم ببینیم که البته گپ ما تکراری میاد، خب باز هم که ببینیم که امی طالبا همراه 47 مملکت و ناتو و در پالویش اردوی ملی میگن و پلیس ملی میگن و در پالویش دیگه چی رقم وطن فروش های مقاومت کنه میرن. خب طالبا میگه که برادر ما کسی را میزنیم کسی را میکشیم که برادر کمربستگی ناتو و خارجی ها را میکنه و حقشان هم از خوب هم میکنن که میکشانه میاره. یک تعداد از یا که برادر یک وقت اگر در ایراد به خاطر داشته باشه ناخونایشان را بریده بود که برای اشرف غنی و دکتر عبدالله وود داده بودن، اونا را که گوش و بینیشان هم میبرید کم بود برا. و هر کس که به اینا برادر اموی چی خودم دسته یار انتخاب کرده در روز آخرت از اینا پرسان میشه، همراه از اینمی دوزا این از اینمی آدم کشا برادر حشر میشه. تشکر برادر خطاب ازی که بر ما وقت دادین، خدا حافظ. اگه وقت هم نتیم قار میشین، اگه وقت هم بتیم تو چیز نمیدانیم، وقت هم مهم است. دارم اینجا میشه بشاری مردم سوال نظر کنم، اگر در یک محدودی وقت در یک چند دقیقه محدود صحبت کنند بسیار خوب خواهد بود، جایی که بسیار طولانی صحبت شود. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خطاب صاحب محترم. و علیکم سلام. سلام خدا به شما و به بینندگان تلویزیون پیام افغان تقدیم می کنم. خطاب صاحب شما امرو اول خداوند امی هموطنان ما را هدایت بده، امی گوشای زیناکر است و وجدانای زینا آل مرده. شما امروز یک موضوع بسیار مهمه، امی نقصه نجات مردم افغانستان به این مردم گفتید که این عبارت از خلیلزاد و بچه مدیر خلیل می باشه که مایه فساد افغانستان و بدبختی ملت ما امی شخص می باشه. امی شخص و شاگردای بیروت که اشرف غنی قیومی یهودی پشتونی بچه خوانده های تامز گودیر و آل ازمی جیمز باند جیمز دابنز که رئیس رن کارپوریشن می باشه. من از هموطنان خود خواهش میکنم که هر اسنادی که دارین شما لطفا برای ما بفرستید که انشالله ان قریب از طریق قانونی از طریق محاکم عدلی در امریکا، یعنی ما میتونیم کمی تخمه از داخل اگر بشکنانیم زندگی شروع میشه، اگر از خارج بشکنانیم زندگی محو میشه. ما و شما باید کلگ ما اتحاد کنیم، اینمی اشخاص به جزایشان برسانیم. دیگر تشکر خطاب صاحب. اگه نمی هموطنان هایم ترجمان ها مخصوصا نمی ترجمان ها شما بسیار اسناد دارین در این ماه مبارک رمضان، به خداوند توبه کنین و اینمی اسناد برای ما بدین. تشکر خطاب صاحب. مرامتورست ولی افهم بیادر ترجمان هم نیست، خلیلزاد خود ترجمان نیست، یا فرض کنیم کسایی که در اونجا هستن هیچ به زبان انگلیسی بلد نیستن و ترجمان نیستن. گپ در ترجمه هم نیست برادر، گپ ایست که چی میکنه در افغانستان. ما بسیار ترجمان ها رو میبینم، همینجا یکی از ترجمان ها شاید بشنون دمی هلمند زیر آتش ترجمانی میکرد، دوست ما هم هستن. ما نمیفهم اجازه امیده دارم که نامشان رو ببرم و حتی امروز گفت ولی ما در یک جای استاده بودم در پهلوی یک موتر که ما رو به یک محل بردن، میگه شلی که رو کارتوس و اینا آمد، میگه همینطور سنچل واره میگه کارتوس میامد، میگه من سر من چیخ شد که خدا پر تو، اگه من خدا بر اینه در یک دو ثانیه نمی انداختم روی زمین، فرق سر من رو مغزای مرا کشیده بود، دیگه موجود نمی بود. امو آدم و امو پولای را که آورد اینجا دو مسجد، یکی مسجد ابوبکر صدیق در بهریا و یکی هم مسجد سید جمال الدین که ریاست حضور ما دار. ما ایر بایس یک برادر برتان شهادت میتوم، 12000 دلار برای از اونا اهدا کردن و 12000 دلار به مسجد سید جمال الدین که برای از او قندیل خریده شوه و سبب که مسجد روشن باشه تا که ایمان ما روشن باشه، تا قبر ما روشن باشه، تا اولاد ما راهنمایی شوه. و امروز آدم آمده در امی بیریا از شب تا صبح و امی کارای شاقه و عظامت میکشه و پول یعنی راستی با کارای نیک و خیر مصرف کرد. ای که منابع پولی درست است، مگر ای که با کدام را من میگم که اتیاقل خو مصرف خو کنم برای رفاهیت مردم خوره به کار بیانداز. اوتر هم نمیشه چم میشه، همه را ذخیره میکنن برای خود. دیروز یکی از برادرهای ما تلفن زدن از کشور هالند، از پشتو زبانهای ما از پختو را سر گیر او رو برادر میگه چرا میگی که در مسجد باید مردم برای افطار پیسه بتن در مسجد امریکایی، ضرور نیست پول روان کنین در افغانستان که اونجا مردم افطار کنن. یعنی یک بودیجه را هر چی برش گفتم، تشریح کردم، مثال دادم، چون تلویزیون نبود به دل آرام میتونستیم صحبت کنیم، وقتی دیگه مردم مطرح نبود، وقتی شخصی خود مرا هدف قرار دادم که این پول اینجا مصرف نشه، اینجا در این مسجد تجمع نشه و برای افطار مردم نیاید، پول یک بازنیایی یا یک نمیدونم اندونزیایی که در مسجد می افغان هم نیست او برای مردم برای افطار تا همه ما را پول میده، او را باید نگیریم، باید این پول ما به افغانستان روان کنیم که در افغانستان مردم راحت باشن و مردم افطار کنن.
در این مسجد باید همه بودیجه از این نقل شود در اونجا، اینجا به کلی ضرور نیست همه بودیجه به اونجا. ما خواهد که خودش هم میگه مخاطب قرار میتی و برادر خودت هم خود ضرورت داری که در افغانستان یک دان نفر ماه رمضان است، یک چیز خودتان هم کنین بایست یک انسان، بایست یک مسلمان. چرا مردم حج میره با پولی که چطورکایی گرفته، پولیش است از زر درک گرفته رقص و قرص نمی کنه. یک جای دمی افغانستان دمی کابل حالهای عروسی است، میگه صبح هم عروسی است، چاست هم از شب هم، و هر کدامی از او بیشتر از 20-30 هزار دلار مصرف است. شاید یک حالی است با نان در خاک روبه میفته در اون کشوری که در چاره قنبر مردم از گرسنگی میمیره. بله سلام علیکم سر. بله سلام علیکم خطاب سر. سنگی والا شکر خطاب صاحب دی روزی مبارک میاشت مبارکی درته مرا خطاب صاحب. خطاب صاحب دا 15-14 کال مخته یو ردل ته په سویس کې په اخبار کې ما حقیقت داسې یو هغه ولولو چې لیکلي یو دا ښځو پورې وي چې دومره فراون کان نیخ ګوت شلافن انتلیګانت فراون کان ګوت شلافن چې کماکل ښځې جدید یو خوب نه آرامه وي د هوښیارو ښځو خوب په آرام دي. زه داسې فکر کوم چې دا کومې داسې که زموږ ورونه وي که دغه ورته خویندې ووایو څه څه ووایو سړی ورته چې چیرې کوم که دا پروګرام نه خوښېږي خو ډېرې چاینلې لرې ډیشونه دي بل پروګرام ته ولاړ شئ، راځئ د تلویزیون په پرده باندې په خپله خوله کې بښنه غواړم. دوی امتیازې کوي د طالبانو ورته د قرباني غوښې دې نه دي خوړلې، په دې روزار کې دا د قرباني غوښې چې په تا خوړلې وای تا به اخیره پورې د پیغمبر علیه السلام نوم یادوه، د اسلام په نوم به کاوه یاد کړي به دې. په دې افغانستان کې د کوپارو د لاسه، د دې روسانو د لاسه، د دې ظالمانو د لاسه څومره شهیدان کونډې موږ ورکړي، او نن په یو خلکو دا فخر کوي ورته خدای تعالی دې په خوله کې دانه پورته کړه. الله پاک دې په شرمو وشرموه، د کورنۍ غم درباندې وویني، ورته ډېره پلیته ښځه یې، خدای په من دسته ورور سی سره خپل نظر ورکی. معنا ځان ده چې دانش د انسان تر مغ اندازې ده چې بیان کی چیزی که میگه در دیگه است در کاسه میبره. ما چیزی که میگم همو در چانته ما است، گفتی بعضی ها دانش متعود است. شاید یک نفر بگه که بسیار لاو لعب میگن یا آدم هیچ معنا را افاده نمیداره، او معلوماتی از او اما قدر است در رابطه با ما، در رابطه با گفتار ما، یا در رابطه با قضایای افغانستان هیچ در مغزش جا نمیگیره و رومو برداشتی از اونا هست. یک شخص دیگه یک برداشت دیگه از قضایا داره، مسائل افغانستان به یک نحوی دیگه بررسی میداره. خانم آمده و مردم گفته، یه گفته خود شخص شمقه، یعنی طالب بسیار بد است، طالب آدم کش است، طالب چی است، مردم هم میکشه، حکومت بسیار خوب است، اشرف غنی اونم میره لندن و دیگه میره در یک طرف دیگه، اینمی ها خوب است. به امو فتوا داده، امو مغزش امو رو پذیرفته، میره میگه او رو تا که پس آدم درست کنه وقت میگیره. همین شبکه های تلویزیونی چون پیام افغان یا گفتار ما شما افکار تغییر میده، روشنگری میشه. یک شخص یک وقت شدید طرفداری، یک افغان آمد از لندن برای ما بسیار جالب بود، از اروپا میگه من هر وقت صحبت های خودت نمیشنیدم، مردم بدت میگفتن، ولی یک هفته است که تلویزیون میبینم هم گفتار خودت میگه، با کلی نظر من در رابطه با خودت تغییر کرد. مردم شناخت نمی داشته باشه یا نمی دانه یا حرفا رو یک طرف دیگه میبره. بله سلام علیکم سه. سلام علیکم برادر محترم خطاب صد. آه بله صدیقی صاحب محترم، السلام علیکم، خوب هستین؟ خوش آمدید. انشاءالله لطف میکنین، سلامت باشین. مهربان خطاب صد بسیار محترم، پروگرامتون بسیار خوب است. راستی هم من پروگرام شما را سر تا پا شنیدم، بسیار همونطور ارشادات خوب فرمودین در قسمت وطن، در قسمت اوضاع نظامی و سیاسی وطن و عزیز ما و شما، و در قسمت همو چوبگران و چپاولگرا و اینا هایی که راسی هم وطن به این سرحد رسانده، بسیار خوب صحبت های بسیار خوب کردیم. اما در یک قسمت به خدمت شما عرض کنم که شما همی ترجمان هایی که گفتیم که میایه خوصا یک کس را شما میشنافتین و در اینجا میایه آمده و بر مسجد ها 10,000 یا 12,000 دلار داده، ما در یک قسمت خدمت شما عرض کنم که اگر من راستی هم اشتباه کنم لطفا اشتباه کنم، اشتباه کده باشم در قسمت امیر چی خود
نظر خود لطفا مرا اصلاح کنین که اصلا این جایی که رفته این پول حلال نیست که رابطه ساورده، این پیسایی است که بزد مردم خود در اون جایی رفتن کار کردن در خدمت در خوشگذر در خدمت یهود و نصارا بودن، بزد مردم و وطن خود ناترجمانی کردن، این پیسه باید پیسه را در مسجد باید یا نمیدادن و به یک قسمت یا به یک قسمت فکر میکنم که تشخیص به خاطر که باش که نام خدا میکنه که نوالا ما به خیر ما به خیر خواهی به خاطر مسجد آوردین پیسه را مصرف کردیم مصرف میکنم، در حالی که به مراتب مراتب در قسمت وطن و مردم و خود نا خیانت کردن، این پیسه را فقط به خاطر خوش خدمتی یهود نصارا به ضد منافع ملی خود نا این پیسه را بزرست آوردن، فقط یعنی گفتار ما بود و این پیسه هر کسی که این ترجمان هایی که میرن از این را پیسه بزرست میارن، این پیسه مطلق حرام است، این پیسه به کلی پیسه نیست که راستی هم حلال باشه به خاطر منافع خود و فامیل خود. و ما این چی دارم خدمت شما عرض کنم، من بسیار کسا را میشناسم زمین ویرژینیا که رفتن همه تو پیسه های ناجایز ناروا را به ضد وطن مردم خدا آوردن، یقین که فامیلایشان تباه شدن، زنایشان اولادایشان کل به بدبختی های زیاد دچار شدن. دیگه فقط من اینم که خدمت شما برادر محترم عرض کردم در فنای خدا باشین خطاب محترم. ولی همی هست من شاید فامیلای هستم که شوهر رفته پول آورده بازم فامیل متلاشی شده، طلاق و جدایی در میان آمده، اولاد آواره شده و دیگه شده، یا تکلیف سرطان برش آید شده، یا تکلیف دیگه از یک جهت دیگه، این بوده و یکی هم نبوده و دوتا هم نبوده، اما هر یکی به یک زبان میره گفته که چی کیف ده درونی از واس. و صرف چیزی که در فکر من خطور میکرد که دیدم هر یکی آمد به غم خود است همون پولا را، یا حتی یکی بسیار جالب بود داستان میکرد، میگه یک افغان یک لک دلار از باری اخیر از معاش و مدد خود آورد، میگه در اینجای خانم جنگ و دعوا به امر ازی داشت که پولا را چی کردی، او پولا را پنهان کرده بود، بعد از بس بالا از این فشار آمد این پولا را میگه میبرد لاس وگاس قمار میزد اونجا خوب شراب سر خود گرم میساخت از غم ای که خانم جنگ و دعوا داره، باز بالاخره این $100,000 را باخته بود، باز بعد از او آمد که من پیسه را باختم دیگه هیچ یقیرانم ندارم از این پولای گذشته برای من بده، باز اونجا خانم میگه برش گفت که خب پولا را هم باختی خودت هم گم بودی، صاحب او را به کلی تجرید کردن و کشیدن و صاحب در یک آپارتمان خیراتی با امره کس دیگه زندگی میکرد تا که او را کانسر و سرطان گرفت مرد. و از اتفاقاتی که امروز در افغانستان ما سنگ و چوب آدم میبینه جز چند نفری که شاید صادقانه به مو پول چی میگه بخور نمیر خود حیات به سر میبره، همی پولایی که سرازیر شده در افغانستان در جیب هر کس دلار سبز امریکایی را میبینه. در افغانستان حتی یک گداییگر میگه اگر شما افغانی میتین قار میشه که بدل افغانی چی است مره میتین دلار بده، این تلفن ها و صاحب این انکشاف اینا متناسب که اگان تا میگن در کابل یک تلفن در دست یک افغان یعنی در خواب خیال ما نمیان، امروز هر افغان یک دانه صاحب تلفن در بغل جیبش و یکی در دستش و صاحب یکی در جیب پتلونی از او در کدام تلفن این دینی تلفنی بسیار خوب کار میتو از روشن است و دیگهش از فلانی است، بینمی چیزای تزویری ای پول هایی که حیف و میل میشه یا روسی هایی که در یک کشور بسیار غریب و فقیر و بدبخت یا رانی از ایره که شما پهلو به پهلو بگذارین یک فاجعه هست. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام. شما خوب هستین سلام. خوب است. با کل این معلوم از خطاب صاحب که شما یک آدم بسیار خیرخواه و بسیار آدم خوب است. و اگر ما یک با کل این معلوم نیست صاحب این اینجا. ولی با اون خانم معلوم. کل این معلوم است محترم. خب. با کل این معلوم است محترم مگم شما ما در لندن زندگی میکنیم مگر لطف کنید که همی آزان در وقت لندن و همی آزان ها بندازی بسیار از پیش خوش میشید. کدام لندن میگیم؟ یک لندن از یک لندن نیست، از لحاظ آزان چندین لندن است.
برزی که اگه دو دقیقه فرق کنه آب او دو دقیقه اتا ما آزانی را که میمانیم در اینجا وقتی لاس انجلس میگیم این محدودی لاس انجلس سنجیدیم باز اینجا یک جای دیگه داریم در لاس انجلس اورنج کاونتی واسب افطار پنج شش هفت دقیقه قبل میکنن باز اینجا طرف بیکرز فیلد یک جای است و یک ده دقیقه پسان اینی آزان که است یک وقت معین برای می جای معین داره اتا او را چی نکنین دست نزنین هر ملا در اون منطقه خودتان آزان بته باز شما بسیار جالب بود یک چند سال قبل ما در جنوب کالیفرنیا رادیو داشتیم و اون اتاق به اشتباهن نشرات ما به شمال کالیفرنیا بود و ده دقیقه پسانتر یا 20 دقیقه بعد آزان می شد ای به حساب لاس انجلس اینجا گفت که شمال افطار کنین و صاحب وقتی آزان است و روزه و نمازتان قبول از اونجا جوش تلفن آمد که چی بدبختی است آفتاب در آسمان است شما میگین که روزیتان رو بشکنن و ده بیست دقیقه بیشتر فاصله است صاحب از زی وقتی به او خاطر من میگم که امو خوب است که همونجا خودتان ساعت آمد ساعت های آزان آمد خودتان هم تقسیم اوقات دارین هر یکی امو کار کنه بهتر است ما معذرت میخوایم از او خاطر بعضی چیزایی رو که امکان داره که باعث جایی که ثوابی شوه و به حساب گناهی را آدم قبول کنه باز یکی میگه با وقت فرانکفورت یک آزان برای ما بده یک نفر نمیفهم کوچی بود کی بود میگه از هر قریه رد میشد و میدید که اگه آدم سر بام استاد است آزان میده باز از یک قریه دیگه که تیر میشد نه وقتی دیگر بود باز یکی استاد است چیغ میزنه او دیگه امی آزان و ملا و اینا را ندیده بود و رارو بود و از زندگیش به می کوچکشی و رفتن و اینا یک رفته بود گفته بیم یا از هر قریه تیر میشم یکی سر این بام استاد از چیغ میزنه گوشش در دستش در گوش خود گرفته صدا بلند میکنه میگه این ملاز گفتی چی میکنه میگه آزان میته که بیان برای نماز و یکپا گفتی را اگه یکی ازیر مام داشته باشیم چطور است گفت والا خوبه مگر در سال یک دو خروار گندم و نمیدانم روغن و این چیزا کار داره مولای مفت نیستم یادم که آزان میته بشه چیزا رو یاد دارم میگه او را گفت خب یکی ازیر مام کار داریم او یک مولا را با خود استخدام کرده بودن و کوچی ها خود سر را خیمه میزدن و در اونجا هر کس رد میشد این مولا را صاحب هم آورده و یک دور اونجا شانده که طرف اینجا سیاسر ها سوسه سطر است در مو پالوی بزای خود شانده و طرف میگه هر کس که از ایرا رد میشه سلام علیکم خبری مونگ مولا نیوالاید باز او را میآورد و یک چای میداد باز مولا را میگفت که برای ازی یک آزان باز او میگفت که برادر یک وقت آزان نیست میگه نه تو دیم مونگ پیسی در که او تا آزان بود او با سایر استاد میشد و آزان میداد و سب ده بجی صبح و نو بجی صبح و سب وقتی نماز بود یعنی صد نفر رد میشد برای هر یکی یک آزان میداد علی تلویزیون پیام افغان هم شما و مولا واری نسازیم که هر نفرتان در هر جای هستین یک آزان ما برای شما عرضه بداریم تلویزیون باز از آزانای بی جای پر نشه و ما میگم مگر چه نام خدا خوب بزرگ است مگر ای که در کدام وقت آزان شود در موقعات معین در مکان معین چی است برحال ایتون از دوستان عزیز اخبار گرمی افغانستان بالاش قابل تحلیل است مشکل ما مردم در اجتماع مردم یکی او هم همی است که از یک جای یک بحث آغاز میشه یک صحبتی بالا یک موضوع شما صحبت میکنین در یک محفل در یک مجلس در یک تجمع یک نفر حرف میزنه و حرفای بسیار خوب هم اتفاقا بعضی ها معلومات دارن تجارب دارن اشخاص والا گوهری هستن در اجتماع افغان ها باز میبینین که یک چند نفر اون طرف پسپسک میکنن با هم صحبت میکنن اما حرفی از او این مانا از ای که ما به احترام به حرفای خودت ندارم یا فرزن در تلویزیون وقتی یک موضوع مطرح میشه موضوع بسیار مهم مطرح شد و اخبار مهم بود که هم بیسا و قرارگاه های خیالی عسکری در هلمند که تنور داغ جنگ و خونریزی ها بوده در طولی سالها در اونجا قماندان صاحب عبدالرحمن خان سرجنگ پولا را در جیب خود زدن و از او طرف صاحب آقای خلیلزادی کامنت و صحبت های از اونا و از طرف یک آدم ری سفید ایندی به نام مودی ایمه افغانستان
از او سر دنیا که نمیفهم برای از اینا چی منفعتی افغانستان جنگ زده داره جزی که یک رقابت در میان پاکستان و هندوستان موجود است. اگه او یک سرمایه گذاری کنم پاکستان صد سرمایه گذاری میکنه که همه چیزا رو مختل بساز. در اینجا کی افغان میشه؟ افغان از بند سلمان باید دفاع کنن و از این و آن امو تنور جنگ و یک حساب هندوستان و رقیب خود در افغانستان گرم میساز. یه حرفا شنیدم میشه و آقای خلیلزاد صحبت کرد. همه بحثا رو گذاشتیم و یک چند تا دوست محترم تشریف میارن و یک بحث تحلیلی یک بحث معلوماتی رو خط بطلان میکشه میگه خب ما با چی کنیم؟ شما هر چیزی که کردن میتانین و برادر و خواهر عزیزی ما برای افغانستان درمه تو یک موقع درمه تو یک هنگام آزاد میربانی کنید. کسی که چیزی کرده میتانه انجام میته کاری نیک خیر اجری از او را خداوند لایزال نصیب شما میداره. آنچه در توان شما نیست و یک کاری خیر انجام داده نمیتانین میگه در مکافات و مجازات وقتی یک نفر از لحاظ فکری یک اقدام میکنه برای نیت ای که یک کاری نیک انجام بده مکافاتی از او برای از او میرسه توسط خداوند صرف در امو بخش باور و انگیزه و تفکر و کار زشت یا نهی اگر انجام نشد تا وقت مجازاتی نداره و باعث یک گناه شمرده نمیشه. بسیار جالب از این فرمول شما توجه بدارین یک کاری نیک اگر بالاش فکر هم شوه که من انجام میتونم او مستجاب است نزد خداوند لایزال اقدر میرم من. و کار بدی را اگر یک شخص مرتکب نشه و ارتکابی از او صورت نگیره مجازات یا گناه شمرده نمیشه. با اول لحاظ من میگم حداقل با نیات پاک با افکار نیک بیاین با هم تعطی نظر صورت بگیره صحبت بداریم. اگر من بالای شما انتقاد دارم دوستانه باشه، اگر شما بالای من انتقادی دارین پیشنهادی دارین دوستانه، من اینجا کدام با شما نه دعوه دارم نه شما با یک نطاق یا گویندی تلویزیون طرف واقع هستیم. ما داریم اینجا ظاهر میشیم یک چهار ساعت به خدمت افغانا عملا مستقیما روی روی چهره و صحبت ما رو میشنوین باعث خدمت مستقیم و 24 ساعت در خدمت افغان هستم که تلویزیون چرخی عرطی از تلویزیون باید خاموش نشه که اگر نبود آب نمیریزه و آسیاب پرچه و میشه. در اونجا مشغول هستیم یک کسی که 24 ساعت خدا وقف کنه و 6-7 ساعت خدا مستقیم در تولید یک برنامه وقف کنه خب بد نیست. یک خدمت هست من میگم یک کاری صورت گرفته با این باید علاوه شوه از این وسیله استفاده شو. این را به حیث یک ارادی یک وسیله یک مرکب خود استفاده کنیم که یک منزل مقصود اگر میخواین برسین و اشخاصی که فرزند در رشته تخصصی خود چیزی میدانه او را پیوند به تا علاوه کنه که از این طریق رو به پیش بره. برای افغانستان یک حرکت یک تحرک به کار هست، مگر من تا جایی که اوضاع افغانستان رو میبینم منتالیتی افغانا رو میبینم ترق کریم زبان واز میشه ای طالب ترق پرچه میز خلقی است که ایسوس با همین زیادتر ما خرسند میشیم و لذت میبریم که یکی را یک عنوان دادیم. دیگر در پهلوی از او از عمل و علم درک نداشته باشه و کوههای غم و اندوی افغانستان که هیچ کس از او سر در بیرون نمیتانه کنه که سر در نیاوردیم گفتی بعضی ها و بسیار مغلق و پیچیده و مجهول ساخته وضع افغانستان ها. برای از او همین آدم ها را اگر من میبینم خب والا هیچ تکلیف نکشین گفتی بعضی ها خودم زحمت نتینم آرام
که باز در یک گپ یک نفر در یک حرف متاثر باشه و با یک حرف آشتی شوه و خوش شوه. مجادله کار داره. شما در افغانستان آدم از عقل نگذره، هم طالب قربانی میده هم عسکر افغانستان قربانی میده. او کسایی که او رای بهشتی میخواه اونجا قربانی میده، یکی که دلار امریکایی میخواه اینجا قربانی میده. او کسایی که فرسخا دور است و صحبت میفرماین که الان چی کنیم با همی توانایی های خود که حرف یکی دیگه را تحمل نداریم و یک تفهیم موجود نیست و ما بریم باز کوهای چی میگه یک کوه را به ناخون کندن، بشار ما بعید میبینیم. ما برای نفاق یک اجتماعی خوبی هستیم، برای اتحاد بشار مشکل است که زن بد است، که قوم بد است، مذهب. در هر بخش ما یک وسیله نفاق با خود داریم. اگه او نبود یک چیز دیگر از جیب خود میکشیم، او نبود یک چیز دیگر میکشیم که باید یک متفرق باشیم، یکی دیگر لیبل بزنیم، بد بگویم، قهر باشیم. اما قهر خدا، انزجار خدا، زهر درونی خدا گشتم باری باید هر باری باید بریزانیم تا وظیفه خود انجام بده. بعضی وقت اینا میگن که گژدم بسیار مضر است، نیش میزن آدم کبوت میسازه. مگر زنبوری عسل هم آدم نیش میزنه؟ مگر او باز بسیار اگر 10% یک زهر آمد و پنداند یک آدم مرگبار هم نیست، مگر باز 90% التیام است، غذاست. ببین اگر یک چندک هم کندین، یک قهر هم شدین، باز همی آدم دلپاک قهر و کارکن بهترین انسان است. میگه او هم وقت میگم پروار نداره، هم قهری از او شهد است، زنبور واری، زنبوری اصل واری. بله سلام علیکم سر خطاب سای مطمئن. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکات. خوش آمدید. خوش باشید، زنده باشید، سلامت باشید. شما پیشتر یک گفت بسیار خوب زدین که امی تلویزیون شما، این پروگرام شما سر افکار مردم اگر آنان تاثیر نمی کنه یه تاثیر داره، بی تاثیر نیست. ما قسمی که از دوستای خود از افغانستان شنیدیم، بسیار به پروگرام شما مردم علاقه مند هستن و بسیار به شوق و علاقه انتظار میکشن و میشنون که در اینجا چی گفته میشه. چون که خطای در اینجا گفته میشه که در افغانستان کس امکانات از زیر نداره که ای گپاره بزنه. دیگه میخواستم بگویم که اگر کسی اگر شعوری یعنی فکر کنه برای یک 5 دقیقه که امریکایی ها از 10,000 یا 20,000 کیلومتر دور آمدن در افغانستان در منطقه و میگن که از خاطر که ما زورمند هستیم در اینجا منافع ما در خطر است و چطور است و چی کار است، ایره میکشن و یکی یادگر میکشن و از تیاره های خود و بساری وقتا در این جریان 14-15 سال آروسی ها را یا بمباردمان کردن، خانه مردم را بمباردمان کردن، اما اعصاب هیچ کس خراب نشده. من در اینجا بسیار تعجب میکنم که چرا مردم خونسرد میمانند وقتی که آیا حق از واسه فکر میکنم که همه مردم قبول کرده که امریکایی حق داره که هر کس بکشه و هر کسی که امریکایی کشت و آدم بعد از هر کسی که امریکایی گفت که تروریست است، در حالی که خودشان یک سیاست تروریستی دارن، خودشان اقرار میکنن که منافع ما در خطر است آمدن در افغانستان. و برای میخواستم که یادآوری کنم که در امروز امی حکومت بیمسئولیت را که آوردن برای دیگر جنایت هایی که بارها تکرار شده گفته شده، جنگلات افغانستان اساسا رو به کلی از بین رفتن است که از بین میره و معدن افغانستان همی جنگ سالارا و همی حکومت نفرهای در هر جای تاراج میکنه، حتی سنگ لاجواب که در وقت زرشاه بسیار گرچی که سنگ نیمان عجیب است اما بسیار بازش بود، یک درجه اول دوی ازی برای کس میسر نمیشد. امروز مثل سنگ مرمر واره یا سنگ رخام واره او را استخراج میکنه.
دوزی میکنن. وقت شما را دیاتر نمیدارم. بسیار زیاد تشکر. طور معمول ظرفای نیکیتان تحلیلی بسیار ماهرانیتان. بسیار بسیار تشکر از لطفتان. زنده باشین. لطف میکنین. برادر خوب ما هستین. خداوند شما را خیر و برکت نصیب داره. و چی میگه از خربوزه از خربوزه رنگ میگیره. اگر هر کدام ما حرفای یکی دیگه خود توجه بداریم، نه تنها که خود مواد یا متن صحبت بسیار مهم است، خود شیوه گفتار و لهجه گفتار او بسیار معاصر هست. به ترتیب صحبت میشه که خوشایند میشه، حلاوت داره و ما دوست میداشته باشم که حرفای بعضی دوستار به می ترتیب بشنوم. حتی یکان بار میگم که ای کاش ما چون اونا میتونستم صحبت کنم و به مو تسلسل منطقی که اونا صحبت کردن یکیشن. این برادر ما هستن از آلمان، لطف میکنن تلفن میزنن. آیستا آیستا همونطور که اوضاع جاری افغانستان به تحلیل میگیریم، از تحلیل یکی دیگه میاموزیم، برای یکی دیگه چراغ میشیم، روشن میسازیم. یکی در یک بخش معلومات بیشتر، یکی در یک بخش دیگه. چراغ هر کدام ما که روشن شود، یک بخش تاریک روشن میسازد. حتی شما باور کنین از بعض انتقادها و یخنگیری ها ما میاموزیم. یعنی یک کسی بی‌حوصله را اگر شما دیدین و غالمغال فریاد میزد، از شما باید بیاموزین که ببینین مثل یک لابراتوار میشه برای بعضی ها. یعنی دنیا را میگه حیثیت یک لب داره، لابراتوری یا لابراتوار. شما میرین اشخاص خوب هم میبینین میاموزین که این خوب است. کاش ما تو میبودم حرفای چقدر خوبی فرمودن. اینوان یکی دیگر هم میبینین قهر است، جگرخون است، حرفای بدی میزنه، رکیک تلفونی نمیدانم روی روی او را میبینین که مریض است یا آدم تکلیف داره. خوب است ما چون اونا نیستم. اگر کسی که خوب است، خوب ای کاش چون اونا ما هم خداوند هم استعداد برای آدم میداد. در اینجا خود انسانی که چشم باز داره و گوش باز داره، بعضی ها میگن که در روانشناسی متداوله و پیشرفته میگه بعضی انسان ها چون رادیوهای هستن که شارت ویو که آنتن از اونها پایان است، هر موجه که بگیره شخص میکنه. و خود رادیو مشکل داره، در اونجا در امور چینه در مستیشن رادیو مشکل نیست، بسیار صاف است. مشکل از خود از این آدم است که رادیو هست که هر چینل هر ستیشن که دور میته و اقربه که میگذاره میبینه شخص میکنه. مگر بعضی رادیو هست که انتنش بسیار بالا هست، همی هر چینل هر ستیشن میگیره صاف میگیره. ما مردم هم مشکل شاید در یک جای دیگه نباشه، در انتن فکری خود ماست که چرا مغز خود باز نمیداریم. بعضی ها گوشایشان باز است مگر مغزشان بسته است، منتل بلاک دارن. اونا هرچی برشان بگوین اما چیزی که در درون مغزی از اونا حک شده او را دیگه یا چی میگه سنگ لحت و یا مرگ او را بشوه. او بسیار مشکل است که او را بردارین. وقتی آدم هم ضعیف میشه، انسان معقول از اونا میگه رد میشه، او را وقت خودم هم رایش ضعیف نمی کنه. بله سلام علیکم. بله ستاب سر، سلام علیکم. بله سلام علیکم سر. ما تصمیم داشتم که صحبت نکنم، اما بعضی چیزایی را میشنوم که از برادرها و شما که عادلانه نیست. فرضاً این برادری که صحبت کردن از 10 نفر یا 20 نفری که از امریکایی کشته میشه، ما برای مردم برسانم که هر روز طالب مردم را در راه استاد میکنه و مردم بیگناه را 20 نفر و 30 نفر تیرباران میکنه که هیچ نفرای آرمی هم نیست، نفرای جنگ هم نیست، که از نگاه اسلامی هم اینا حق ندارن، که از نگاه اسلام حتی میگه کسی که در جنگ باشه روی بگردانه او رو بکشین و کسی که بیگناه مردم بیگناه رو میکشه. و گفتین که دلار میگیرن، شما گپای میدنین نشدار نشدار، دلار نمیگیرن جناب محترم. دلار خو طالبان میگیرن که امروز پاکستان برشان میته و پول بیشتر اینا 5000 یا 6000 عسكر افغانستان داوطلبانه میره، 6000 یا 10000 ماش داره. اما برخلاف طالبان هر کدامشان لاجورد طالب میبره 50% درصدش. فرزاد جان
و همچنان معاش دارن، مردم از مردم جزیه میگیرن، از مردم پول میگیرن، از مردم خانه‌های مردم دزدی کردن در قدس که در آمدن. نظر شما صاحب دمی رابطه با همی صحبت های خلیلزاد و کسای دیگه که همی اخبار ما عرض کردم برتان رفیق جان، او باره نظر شما چی بود قربانی چون میشد که تحلیل کنین شما خود افغانستان در چی هم بودین، در جهاد هم بودین و بسیار چیزا رو فرمودین که حالا اینمی امین نظر شما در رابطه با اینمی در رابطه با چیزایی که معلومات دارین او رو بگوین، چیزایی که معلومات ندارین آخه ما همو بحث بیشتر کن، بحث مفصل کار داره که وقت کار داره که دوستان عزیز بسیار که کاش همو با همو چیتان تصمیمتان استاد شوین تلفون نکنین. او لاجورده برد، لاجورده خود اینجا برادر مردم میگه اونجا کانش کشیدن برد و آدم اخبار یک چیز میگه خودت یک چیز دیگه میگه. طالب 200 آدم کشیده انگشتشان هم گرفته همیشان ایلا داده، شاید خودت طلوع میگه و خودت میگه که وای تو کار کرد. خود افغانستان میگه که 150 بیلیون دلار ما گم شده. امیال امی خبر اگر در کلی فهیم کار نمیکنه رفیس که فهیم از چی تندری خداست. الو خب من اینمی خبرهای طلوع رو برای تنداختم بلی آج خدا اگر امی سواد نداری که در یوتیوب درایی در امی بی بی بیادر که امی کسی را که آلی بنامی عبدالرحمن سر جنگ ای خب قماندان پولیس یا نیروی نظامی افغانستان است آقا جانب گلیم امو آدم پولا را دوزدیده از ساکر خیالی ارتش خیالی دمی چند سال آدم دوزدیده امروز خود افغانستان او را قیم گرفت. امی دلار نگرفته چی کده؟ چی رو؟ قضای دان پرست از فساد حکومت یکی ازیر خودت امروز خبرهای ما بالای خلیزاد بود، بالای پولی رو که او آدم رو بوده بود گیر آمده این کلی با استناد اخباری که شما او رو تایید میکنین طلو یک رسانی بلندگوی حکومت افغانستان و از امی چند نفر دوست و دقل است کانال یک به اعتبار از او باید نزد شما بسیار زیاد باشد. اگر حرفای مرا اساسیت داری و نمیفهمی و نمیشنوی تا حال سر می رادیوی جر برت مثال دادم، آنتن گفتم، رادیو را گفتم و مغز رفیق جان که جر است دیگه ما چطورش کنم؟ همین وقت میالیدم سر پروگرام برش سه خبر سر به سر متواتر یکی پی دیگر خبر مدیر برش تحلیل و تفسیر کردم صدر اعظم هندوستان، اخباری را که برآمده بود در رسانه های معتبر امریکایی خلیلزاد صحبت کرده گذشته ها و فعلا و دیگه و دیگه هم و آقای خلیلزاد برتان بیان داشت و یه آقای سرجنگ عبدالرحمن سرجنگ که امروز گرفته پولای سرسام‌آور دزدی شده. طالب خوب بودجه تو چیز رو ما ندیدیم که ولی امریکا در لندن نشسته باشه که 5 بیلیون دلار برین دلارای سبز برای طالب بده. افغانستان خوش شکایت داره که طالب عشر میگیره از ما مردم، امو را قایم گرفتن که اینا عشر میگیره و یا که میرن در لندن الان برای ازیا بودجه تعیین میشه پول میه بازور بسم الله خان نصف شد دوزی میکنن نصف دیگه شد کس دیگه میدوزده قطع از طریق از دوزی سرجنگ از عبدالرحمن است. ای رفیخان که مغزش کار نکنه دیگه ما چی بگویم در ماه رمضان در آخر پروگرام؟ ولی از خدا رفی جان ما شما تصمیم گرفتیم که خود دیگه به تلویزیون پیام افغان لطف میکنی دیگه تلفن نمیکنی. یک چیزی که ما از خودت میخوایم که یک لطف کو یک محبت کو که با ما تلفن نکنی. یه خانم با شوهرش جدا شده بود و شوهرش به حد یک زشت آدم بد تنباز و مریض و از نطفه فامیل مریض بودن جدا شدن. او روز به همراهشان نشسته بودیم صحبت میکردیم و آدم از این لاس آنجلس گم شد. گفتم نه تنها که خودت آرام شدی همی کل همی لاس آنجلس آرام شد قربانی چم، تو باید یک برابر شکر بکشی و لاس آنجلسی ها یک صد دفعه شکر بکشه. همی نبود بعض انسان ها یک نعمت خداوند میشه. به هر حال گران دوستان و هر یو تاسی به خدای سپارم ها خدای ملوسه اگه مری چه مرسوی دیو رحلت کرده و در اعلانو اعلانو را برای ما سپردن ما هم در دعا کردیم در اخیر پروگرام بسیار با اخلاص لطفاً
در دعا با ما دستایتان برای امید کسایی که پیدرود حیات میگوین به روحشان دعا بسپارین، خداوندشان بیامرزه، به فامیلاشان تسلیت برسانین. دوستان عزیز، پروگرام تلویزیون پیام افغان سخنی اوریان در جای 6:30 دیگر وقت لس آنجلس 8 شرق امریکا پخش میشه. نور تاسیاری و خدای سپار و پمخم کرده خدای پامان.